بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه 28 ماه جولای سال 2014 میلادی برابر با 6 مرداد ماه 1393 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. بگید ببینیم که آخر هفته شما چگونه گذشت؟ اگر در اروپا و آمریکا و کشورهایی هستید که 2 روز تعطیل هستند، شنبه و یکشنبه، و 5 روز کار میکنند، یا اگر در ایران هستید که فقط 1 روز تعطیل هستید و بقیه روزها خستگی در میکنید از تعطیلی جمعه، یعنی حقیقتا کاری انجام نمیدید. لطف کنید بگید که صدا و تصویر چگونه است؟ از امروز با سیستم جدید برنامه پخش میشه و دلیلی که از شما پرسیدم 2 روز آخر هفته شما چگونه بود این بود که ما 2 روز بسیار بدی داشتیم. این روزهای بد و خوب رو با چی مقایسه کنیم؟ یعنی چجوری میفهمیم چه روزی بده چه روزی خوبه؟ خودمون هستیم که اینها رو برای خودمون بد میکنیم. میدونید که چند مدت هست که ما گفتیم که دستگاه ها رو باید عوض کنیم، جدید کنیم. حدود 3-4 سال بود که با همین دستگاه های کهنه امروز و فردا کردیم تا اینکه بالاخره مجبور شدیم. همینجا تشکر میکنم از دوستانی که با پرداخت 10 دلار، 100 دلار، 1000 کرون، مخصوصا دوست عزیزمون که رفت 3 شب نگهبانی داد و اون 1000 کرون رو داد به تلویزیون مردم، اون دوستی که 250 دلار داد. و اجازه بدید حتی از دوستانی که دروغ گفتن، بدقولی کردن، ولی یه جورایی بدقولی و دروغ اینها باعث شد که ما به این عوض شدن سیستم تن در بدیم، چون هم مخارج داره. دیروز با یه دوستی صحبت کردم، گفت که بیا اینجا میخوایم باربیکیو بذاریم. باربیکیو یعنی کباب. حالا دیگه اینا همینجور گوشت رو میندازن روی منقل، حوصله سیخ زدن و این چیزا ندارم. گفتم که نه، کار دارم. گفت چه کار؟ گفتم که دارم کامپیوتر اینا رو عوض میکنم. گفت آخ نگو که این کامپیوتر عوض کردن مثل اینه که بری دوباره ازدواج کنی. و شما میدونی یکی از دلایلی که مردم نمیرن دوباره ازدواج کنن اینه که ازدواج جدید خیلی مشکله. اولا خرج داره، باید یه مخارجی بدن از همسرشون، چه زن چه شوهر، جدا بشن، بعد دوباره یه مخارج زیادی رو قبول کنن با همسر جدید ازدواج کنن. حالا تازه ازدواج که کردی، یه 2 روز خوشی که گذشت، نگاه میکنی میبینی این اخلاقه رو نداره، این عادت رو نداره، این یکی رو با همسر قبلیت مقایسه میکنی، اون اینجوری بود، این اینجوری بود، اون هر عیبی داشت این کارا رو نمیکرد، این یکی اینجوری و اینها. دقیقا این حرفی که ایشون زد همین ماجرای کامپیوتر عوض کردن. و شما میای سیستمت رو بعد از 2 سال 3 سال عوض میکنی، خب خوشحال میای، روشم بزرگ نوشته پلاگ اند پلی. میدونم الان دوستان میگن آقا ماجرای ایرکاندیشن، کولر و تهویه مطبوع و مار سیاه باغ تموم شد، سربی باز آمد تا ماجرای دیگری رو بگه. ما کارمون اینه، قرارمون اینه. ما نگفتیم که ما جبهه درست کردیم، جنبش درست کردیم، میخوایم شما رو آزاد کنیم که شما بری ایران رو آزاد کنی، بعد من بیام بشم رئیستون یا شاهتون. اصلا کسی این چیزی بگه بی احترامی کرده به شما. متاسفانه میگن و شما هم بهشون پول میدید که بله بله بیاین، ما نادان بودیم این کار کردیم، حالا دانا شدیم، پول به شما میدیم. این که نشانه نادانی مضاعف. در هر صورت باید یا به قصه من گوش کنید یا اینکه برید یه کانال دیگه، یه برنامه دیگه، موزیک، هایده، همیرا، مهستی، بنان، گوگوش، تلویزیون من و تو. ماشاءالله چیزی که کم نداریم تلویزیون و رادیو و برنامه های سرگرم کننده است. پس شما هم دوست داری که اینجا باشی، اون دوستی که حالا یا اسم حقیقیشه یا اسم قلابی خودش رو گذاشته کاظم و به من میگه شما دیوانه هستی. خب دوست عزیز، تو هم دیوانه هستی، و الا دکتری که بهش حقوق میدن میره تیمارستان کار میکنه با دیوانه ها، از که میاد به خونه، به منزل، نمیدونم هر جا، به خانمش میگه آخ پدرم در اومد، خسته شدم از بس به این دیوونه ها سرکله زدم.
درسته؟ حالا شما چه دیوانه ای هستی که بدونی که بهت حقوق بدن میای با دیوانه ها سرکله میزنی؟ خب برو عزیز من عاقل باشو برو دنبال برنامه های دیگه. برگردیم سراغ کامپیوتر. اولا برای من بنویسید صدا، تصویر، نور چگونه است. دوما اگر میبینید ما در استدیوی جهانی خودمون نیستیم، به این دلیلی که وقتی کامپیوترت عوض میکنیم میای اینور، حالا باید یه سری اسباب و اساس از تو اون خونه قدیمی کامپیوتر برداری بیای. حالا مگه اون همسر قبلی بهت اجازه میده این چیزا رو ببری؟ همه رو داغون میکنه. فیلم War of the Roses دیدید؟ با اره برقی چیا رو نصف میکنن. ذات بشره، میگه اگر این میخواد ببره من داغونش میکنم، یا باید مال من باشه، حاضرم نیستیم نصفشو بدیم به اون. بابا این 50 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال با شما زندگی کرده، با هم زحمت کشیدین این خونه و زندگی و وسایل رو فراهم کردید، حالا با هم لذت ببرید، نمیتونید با هم زندگی کنید؟ مثل انسان با خداحافظی از هم جدا بشید، دوستای خوبی باشید. هستن بعضی ها رو دیدیم ما که بچه هاشون رو نمیذارن درگیر این مسائل بشن، بعضی هم دیگه ذاتشون اینجوری. در صورت امیدواریم این کاظم آقا هم من کاظم پول لازم، امیدواریم کاظم آقا هم بیاد و با شما صحبت کنه. من امروز هم براش با انگلیسی دعوتنامه فرستادم، چون حتی از انگلیسی من ایراد گرفته بود. گفتم دوست عزیز من 30 سالم بود اومدم تو این مملکت و انگلیسی زبان سوم من هست، وقتی که دو تا بچه باید میفرستادم مدرسه و کار و زندگی و اینها، شما بیا تا مردم ببینن شما ماشاءالله چه پیشرفتی کردی. شما حتما مثل اون صاحب تلویزیونی که باباش و مامانش دوتاشون فرهنگی، دوتاشون زحمتکش، پول فرستادن و دادن این بیچاره بلند شد رفت انگلستان و سوئد و این ور و اون ور، تازه هنوزم انگلیسی که حرف میزنه فکر میکنه انگلیسیش درسته. در اصل ما همه چی رو فکر میکنیم. ممنونم از داریوش عزیز که این دو روز ایشون هم پا به پای ما زحمت کشید. مثلا براتون ماجرای روز اول رو بگم. شنبه ما اومدیم دستگاه رو عوض کردیم و گذاشتیم و دیدیم بچه خوب کار میکنه، سریع و اینها، زدیم و رفتیم گفتیم حالا که دیگه صبح تاله از ساعت 6 تا 8 و نیم شب، 6 صبح تا 8 و نیم شب داریم زحمت میکشیم، حالا بریم استراحت کنیم. رفتیم افتادیم و نشستیم جلو تلویزیون. دیروز صبح اومدیم اینجا ساعت 7 دیدیم به آقا کامپیوتر آغاز یا خانومه. معمولا چیزایی که خوب فکر میکنن و خوب کار میکنن خانومه. ماشینا دیدی بهش میگن شی. در هر صورت دیدیم این خانم کامپیوتر قشنگ برای خودش خوابیده و چقدر زبله. میدونست که به مجرد این که ما بفهمیم این امشب استراحت کرده، دیگه این باید 24 ساعت کار کنه تا 3 سال 4 سال دیگه که کامپیوتر عوض بشه. در هر صورت آمدیم، یادمونم میره ماها که مثلا هر روز این کارا رو انجام نمیدیم، یادمون میره که من 3 سال پیش 4 سال پیش اون کامپیوتر گرفتم، چقدر روش کار انجام دادم، چقدر تنظیمات مختلف شما باید انجام بدی و حالا چقدر زیادتر شده. میخوای رنگش اینجوری باشه، وقتی اینجوری شد اونجوری باشه، میخوای صبح که بیدار شدی اینجوری باشه، میخوای شب که خوابیدی اینجوری باشه، میخوای صبح که اومدی یه بوق بزنه ببینی بیداری یا نه، میخوای وقتی چای آوردی اگه گرمه بهت بگی گرمه، اگه بابا ولمون کن، ما یه کامپیوتر میخوایم که این انکودر رو ویدیو رو درست کنه، چشمتون روز بعد نبینه. خلاصه نشستیم، ولی یه چیزی خوبه، اون موقع باید خودمونو میکشتیم، از دوستان دیگه سوال میکردیم، هر کسی هم از این دوستان ایرانی یه چی بلده فکر میکنه اون خدا و پیغمبر و علامه دهره، استاد تمام مکاتب، و شما که امروز سوال داری دیوانه و احمق و نادانی، یه جوری هم میخواد بهت فخر بفروشه و اینا تا اینو یاد بده. قربون اون کسی که این اینترنت و گوگل و یوتیوب و گذاشته، تق و تق میری اونجا اوکی چجوری میتونم چنجش کنم نخوابه. حالا اینا 100 تا چی داره، هایبریشن داره که مثل خرسا میخوابه، خواب داره، خوبه که مردن نداره کامپیوتر. در هر صورت خلاصه اینا رو تنظیم کردیم، از داریوش عزیز خواستیم که کنترل کنه و چک کرد و دیشب از دیروز صبح تا حالا دیگه داره درست کار میکنه و کامپیوتر نو به شما دوستان مبارک، مخصوصا اونایی که کمک کردن. اگرم کسی هست که میتونه وضع مالیش بهش اجازه میده، هنوز هم احتیاج داریم، چون همونجوری که بهتون گفتم اونایی که نمیدونم واقعا چرا اینا دروغ میگن،
دروغ گفتن ما رو انداختن تو این دردسر، دوباره بده کار کردن و اقلا شما بیاین جور اونا رو بکشین. سلام، صدا و تصویرتون در انگلیس خوبه، امیدوارم سیستم جدیدتون خوشیوم باشه و براتون کار کنه. پس چرا سیستم ایران رو نمیتونن عوض کنن؟ همت نیست و پول نیست. پول و همت. من با هر کدوم از این دوستانی که به یک طریقی یک باوری دارن، یکی میگه دولتای دیگه به خمینی و افراد پول دادن از 30 میلیون 3 میلیون 300 میلیون 150 میلیون 150 هزار دلار، میگن ما نبودیم، مال پول دادن تا اینا آمدن انقلاب کردن. میگم خب شما چرا نمیتونید از دولتای دیگه پول بگیرید؟ سیستم عوض کردن باید برنامه داشته باشی، پلان داشته باشی. شما برگرد برو ببین، ما از 16 17 ماه جون یا شاید هم زودتر صحبت کردیم میخوایم دستگاه رو عوض کنیم. شما چی؟ شما چی؟ اون روز دیدید من مصاحبه کردم با آقای شاهین نژاد و گفتم آقا شما مهندس هستی، یه کاری رو که میخوای انجام بدی اول در موردش فکر میکنی، بعدن فکرتو رو کاغذ میاری، هی به صورت چرک نویس مینویسی، خط میزنی، پاره میکنی، چین مینویسی فلان، تا بعدن آخرش میگفتیم پاک نویس، پاک نویس میکنی. این روزا حالا میری رو کامپیوتر، یا مهندس ساختمون باشی با این کد سیستم، مهندس مکانیک باشی با سیستمای دیگه که همش هم هست استفاده میکنی، نقشه رو میکشی، بعد نگاه میکنی میبینی اوکی اینقدر خرجشه، حالا میبینی نداری، میای یه اتاقش کم میکنی، 50,000 دلار به نفعت کم میشه خرج. دوست عزیزم ساشای نازنین که تو هم قرار بود بیای با تلویزیون مردم همکاری کنی، ولی نشون دادی دلیل شما هستی که سیستم عوض نمیشه. شمایی که یه جوونی ژورنالیست خوندی نمیای با تلویزیونای ایرانی کار کنی که سربی بلندشه از اینجا بره پشت کامپیوتر، پشت دوربین، و شما بیای جلو دوربین، دلیلش تو هست. دلیل سیستم عوض نشدن شما هستی و اونایی که پول نمیدن دیگه چیکار کن. اینم از این ماجرا. خب You talking about crazy people that should not watch your TV or watch it. That remind me about Mahjur. That last week two times called Maybody, but Maybody did not let him to finish his crazy talk. ضرب المثل داریش جان، میگه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. البته ماها هم اینجور هستیم دیگه، وقتی که فکر میکنیم عاقل هستیم باز دوست داریم دیوانه ها رو ببینیم، به دو دلیل. یکی این که یاد بگیریم اون کارهایی که اونا انجام میدن ما انجام ندیم، یکی این که میخوایم ببینیم عجب دنیای خوبی دارن ها، اینا نمیفهمن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، هر حرفی دلشون میخواد میزنن. درباره آقای مهجور چند بارم اینجا زنگ زده و تماس گرفته که سوربی جان تو به من زنگ زدی، یادم با اون جوکه افتاد که حاج آقا و اون خانمشون شیرازی و اینا میگفت شما اگر هوس کردی گفت من سود میزنم، میگم حاج آقا شما شافتک زدی، شیرازی ها به سود زدن میگن شافتک زدن. در صورت یه چند بارم اینجا زنگ زد ولی من بهش گفتم که دیگه بعد از اون ماجرا نه، مایل نیستم، ضمن اینکه تلویزیون مردم به همه اجازه میده بیان صحبت کنن که امروز شما بدون این مهجور اینا هستن جزء ایرانیای توی آمریکا، اجازه بدین من ببینم دارم ضبط میکنم یا نه. سربی کجایی؟ اینقدر الان ایکان از این علامت ها روی دسکتاپ هم هست، تا اینا رو باید جمع کنم بذارم روی فولدر درست حسابی و از اونجا برنامه ها رو ردیف کنیم. و میگم درست مثل این که چقدر هممون از اسباب کشی بعدمون میاد، از یه خونهی بریم یه خونه دیگه، ولی هممون هم پس از 2-3 سال که یه جایی میشینیم از اون خونهی که هستیم خستمون میشه و میخوایم بریم خونه جدید. نمیبینم این سوربی، بذارید اینجا بزنم سوربی 2014. بله اینجا نشون میده هستیم و داره ضبط میکنه. بله 40 مگابایت هم تا حالا ضبط کرده. چقدر هم چیزا زیاد میشه این حجم اینا. اون موقع وقتی کامپیوتر میخریدی
اول باهاش در برگردیم راجع به دیوونه ها، بعدا بریم کامپیوتر که اونم یه دیوونه خونه دیگه است. بله، در صورت نمیدونم که من میگم دیوانه ها بیان نگاه کنن یا نیان، همیشه باورم بر این بوده که دیوانه ها میان با من برنامه رو نگاه میکنن و دیوانه چو دیوانه ببیند یا دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. ولی کاظم آقا که آمد ما فهمیدیم بابا افراد دانا هم ماشاءالله چقدر اطلاعاتش صحیح، اصلا یه چیزایی گفته که من نمیدونم، ولی دوستای منو میشناسه. معلومه اینم یه دوستیه، بهتون گفتم چند مدت پیش رفتم کانادا و یه دوستی گفت آقا باورت میشه من با دوستام مینشستم، ما عاشق برنامه هستیم، ولی میدونستم عصبانی میشی، ما یکی رو میگفتیم زنگ بزنه اینجا. گفتم آخه این چه کار زشتی که ما انجام میدیم. اینم شاید یکی از دوستامونه، حالا به یک نوعی میخواد بگه که من شما رو میشناسم. در صورت خیلی ممنونم، بهش گفتم تمام دوستانی رو که اسبوردی ازشون سلام من رو بهشون برسون، از قول من ازشون تشکر کن، چون یکایک که اینها تو زندگی من به اصطلاح تأثیر گذاشتن. یکیش کار بدی کرده، ازش یاد گرفتم اون کارو نکنه. یه دوستی داشتیم ولخرجی میکرد، آقا یک شب 120,000 دلار پول درآورد. گفتیم بابا جون برو اینو بذار برای خونت و کم چیز کن اینا. گفت نه من این کارو میکنم. رفت یه ماشین خرید و خونه‌شو بزرگ کرد و اینها. بیچاره هم اون خونه رو از دست داد، هم اون بیزینس رو از دست داد. خب من یاد گرفتم از اون چیزی هم که کانسرواتیو یا محافظه کار بودم محافظه کارتر بشم. چند بار آمد و من گفت که آقا بریم فلانجا یک کنار دریا یک آپارتمانی بخر. گفتم برای کی؟ گفت برای بچه‌هات. گفتم اگه گفته بودی برای خودم تازه یه چیزی، من برای بچه‌هام چرا بخرم؟ بچه‌های من اومدن آمریکا درسشون خوندن، زندگی خوبی دارن، موفقن. گاهی وقتی هم به من پوز میدن میگن بابا ما از تو بیشتر پول میسازیم، منم میگم برید پدر سوخته ها، این رسم زندگیه که بچه از باباش بیشتر پول بسازه و منم از بابام بیشتر پول ساختم و خوشحالم که شما بیشتر از من پول میسازید. اگه یه روز احتیاج داشته باشم میام سراغ. بهی گفتم دوست نازنین، شما اگه بری بگی برای وکیشن میخوای، من هر سال نمیخوام بیام تو یک اتاق تو یک خونه یک جای یه چیزی رو ببینم. خب این تو خونم میشینم نگاه میکنم. اگه میخوام برم جاهای مختلف پس این خودم رو گیر انداختم. بعد شما فکر میکنید توی آمریکا واقعا اینا اینقدر ساده هستن؟ این خونه و آپارتمان و کاندومینیوم و نمیدونم این تایم شیر و اینا رو به من و شما به این سادگی بدن با اون تعریفایی که میکنن؟ من و شما را استخدام مجانی میکنن، میکنن باغبون خودشون، میکنن چی میگفتن اینایی که سرایدار خونه، ما سرایدار سرایدار منزل. در هر صورت نه ما نکردیم، ولی از اونها یاد گرفتم، از میگم تمام اینایی که اس بردید یاد گرفتم و به نوبه خودم هم تشکر کردم دیگه. حالا حقیقتا وجدان داشته باش، بگو که اینجوریه، از خود اونها میتونی سوال کنی، ولی در هر صورت یادت باشه سلام من رو برسون. باز برگردیم به این ماجرای کامپیوتر و این قدیما وقتی شما کامپیوتر رو میخریدی یک کتابی بود، باز میکردی چند صفحه اولشو میخوندی، یکم که یاد میگرفتی فکر میکردی دیگه میدونی، میبستی مینداختیش اونجا و کامپیوتر میزدی تو برق و یه مش مکافات دوباره میمدی کتابه رو میخوندی و اینها. گذشت بعد از یه مدتی کامپیوترها که آمد، مخصوصا اونایی که تو کار دسکتاپ هستن، کامپیوترهای بزرگ نه لپتاپ، این باز که میکردید یه کاغذ بزرگ اونجا بود رنگی خیلی خوشگل و بیرونش هم نوشته بود پلاگ اند پلی، یعنی پلاگ یعنی زدن تو برق و وصل کردن و پلی دیگه، چون هیچ کی نمیگه که با کامپیوتر کار کن، همه میگن شما با کامپیوتر بازی میکنی. اوکی. ما رفتیم یه دفعه اون سیستم قبلی رو، نه از اونم قبلتر HP بود، خریدیم و باز کردیم و از همین کاسکو معروف باز کردیم، دیدیم یک صفحه روزنامه اینقدی بزرگ برقی، عکس برقی نوشته که آبی رو به آبی وصل کن. یادتونه سیمای ماوس و اینا همش USB نبود، آبی بود، نارنجی بود، این بود، میکروفون این باشه، نارنجی زرد باشه، نمیدونم مال اسپیکر سبز باشه. اینا رو زدیم و اینها رو وصل کردیم و کامپیوتر روشن شد. گفتیم به عجب ساده شد. بعد نگاه کردیم ببینیم کتاب و ایناش دیدی به کارمون نمیخوره، کتاب رو انداختیم و گفتیم خودش شروع کرد. نگاه کردیم دیدیم همراهش چیزی هم نیومده، گفتیم داوود دیگه اینها انقدر مطمئن شدن که میدونن این خراب نمیشه، CD و DVD و اینها هم نگذاشتن. چشمتون روز بعد نبینه، 2 ماه بعد کامپیوتر ما خراب شد.
هر کارش میکردیم روشن نمیشد. الان داریوش میگه آخ آخ مدینه گفتی و کردی کبابم، چون همین بلا رو گیتوی سر داریوش آورد. آمدیم زنگ زدیم به حضرت اجل آقای اچ پی، گفتیم که ما کامپیوتر از شما خریدیم. گفت خیلی ممنون، چه کار میتونم برات انجام بدم؟ گفتم امروز خراب شده، این کجاست اون چیزی که باید بزنیم درست بشه؟ گفت آها اون هلویه. ماجرای جوکی بهتون گفتم، دعوای تو سلاخونه تهرون و طرف داشت میخندید، گفت فلانی عروسیشه، امشب فلانچیش تو جیب ماست. گفت آهان کامپیوتر شما تو ویرجینیا خرابه و ما اچ پی، حالا نمیدونی مکزیک، چایناست، کالیفرنیاست، همه فکر میکنن تو سیلیکون ولی هستن. اوکی. و اون دیویدیا اینجاست. گفتیم خب چقدر خوب، جاش امنه، لطف کنید برای ما بفرستید. گفت آها به این سادگی نیست که. گفتیم چه کار باید بکنیم؟ گفت 47 دلار باید بدین. حالا این حرف مثلا 6 سال پیش، اون موقع 47 دلار بود. گفتم چرا 47 دلار بدم؟ گفت این کامپیوتر وقتی رسید به دست شما، شما زدید تو برق، قبل از اینکه بری بازی کنی باید برای خودت دیویدی میسوزوندی. گفتم از کجا بدونم؟ گفت آها کتابش دسته. گفتم آره دیشب تا حالا دارم این کتابو میخونم، معمولا ما وقتی کارمون خراب میشه میریم کتاب میخونیم، ایرانی ها کتاب نمیخونن که. گفت صفحه 127 رو بیار. آوردم. گفت نگاه کن. گفتم آخه مرد نازنین، یه هندی هم بود، برادر عزیز شما که این نوشتی بزنه اینجا بازی کن. ما هم زدیم این شروع شد، ما رفتیم بازی، حالا که سوخته و خاموش شده شما من میگی برو صفحه 127 رو بخون؟ یعنی شما انتظار داشتی من کامپیوتری که میخرم بشینم 200 صفحه کتاب بخونم و اینم بسوزونم بعد بیام کار کنم؟ گفت آره اینجوری. اینا گفتم ببین من 47 دلار بهت میدم، ولی من یه تیوی کوچولو دارم و به اون 7 تا دیوونه ای که مثل خودم هستن و برنامه نگاه میکنن میگم که اچ پی یه همچین کلکی رو میزنه به شما، اینو نمیده، اون رو هم میذاره صفحه 127 که هیچ کس به اونجا نمیرسه، نمیذاره صفحه 1 و 2 کتاب، چون اقلا صفحه 1 و 2 کتاب ما میخونیم، یا یه کاغذی، آقا یه کاغذ زردی بذار لای این، بنویس قبل از هر چیزی وقتی از خوشحالی این کامپیوتر چیز شدی برو دیویدی برن کن، بسوزون، درست کن، هرچی. ولی به اون دوستان میگم، گفت you know what we are brother we are neighbor، ما برادری، ما همسایه هستیم، من برای تو اینو مجانی میفرستم. گفتم آها فهمیدی که همین دو نفرم اگه نیان بخرن شما به جای 47 دلار 2000 دلار ضرر میکنی. خلاصه برای ما فرستاد و درست شد و از اون موقع هم نگه داشتیم. از اون زمان ما یاد گرفتیم که کامپیوترهای جدید که میاد DVD نداره، شما باید بری براش، بهش میگفتن ریکاوری سیستم، حالا میگن ریسکیو سیستم، حالا میگن ریکاوری میدیا، هی اسما رو عوض میکنن که منو شما رو گیج کنن. اونا بسوزنیم. خب کامپیوتر قبلی که الان تو اون اتاقه، اونو خریدیم سال 2011 و اولین کاری که کردیم قبل از اینکه بزنیم و تبلیغای کامپیوتر دیدی، خانم کنار استخ نشسته اینجوری لبخند میزنه، هیچ که لبخند نمیزنه، هر کی داره کامپیوتر نگاه میکنه اینجوریه، خانمش آقا میاد میگه چای میخوام، میگه نه آقا ولم که فعلا دارم گیر افتادم. اینی که نشون نمیدن، که حقیقت رو نشون نمیدن، چون اگه حقیقت رو نشون بدی مردم بدشون میاد. به شهلا خانم اگر بگی آقای خسرو فروهر یا فروهر، هرچی اسمش من نمیدونم، اینم عجله داشته زود اسمش رو عوض کرده، درست ننوشته، یا این دوستان دیگه میخوان ما رو 3000 سال ببرن عقب، میاد توهین میکنه بهت، میگه آقای سربی اینها که ما رو 3000 سال میخوان ببرن عقب، دوستان شما ما رو بردن عصر حجر. میگم اینا دوستان منن؟ یا دوستان شاه سوئیس رفته شما که شب عرب میخورد با آمریکا یا خانم بازی میکرد با علم، صبح میومد وای میساد نماز و چیز میکرد، سینه میزد توی مسجد شاه و فلان، اینا نکنید همچین. خلاصه یاد گرفتیم اونو چیز کردیم و گذاشتیم. حالا این یکی جدیده که اومد، دیروز صبح اولین کاری که کردیم همین کار کردیم، برنامه ها رو که ردیف کردیم، این شروع کرد به کار، ما هم رفتیم سراغ این که DVD. اولا قدیما دو تا CD بود، دو تا 750 مگابایت ماکسیمم، بعد گفتن دو تا DVD میخواد حدود 8 یا 9 گیگابایت فقط برای خود کامپیوتر.
حالا این یکی دیگه گذاشتیم میگه 11 گیگابایت، یعنی 3 تا DVD شما باید بذاری تا این چیزایی که از کارخونه بونجلایی که چپوندن توش شما نگه داری که اگر خراب شد مثل داریوش بهت نگه $120 بده، اینو بذاری امیدوار باشی که درست بشه. ما گذاشتیم اولی رو برن کرد، آمد بیرون گفت دومی رو بذار. گفتیم چشم، ما دیگه وقتی میشیم مزدور و هرچی اینا بگن مزدور مجانی. گفتیم چشم، اونو در آوردیم، اونو گذاشتیم، نشست هی چرخی نوشت verifying disk، یعنی ما داریم دیسک رو تایید میکنیم ببینیم دیسک خوبی هست، چیزی بدی نکرده باشی یه جایی. ما گفتیم چشم، بفرمایید تایید کنید، اصلا نو از تو باکس در آورده. چرخید یواشکی اون پایین نوشت یک اشتباه جزئی شد، دوباره اون نوار رو بذار داخلش، دوباره اونو گذاشت. خلاصه چرا اذیتتون کنم، برنامه ما امروز 1.5 ساعت، 2 ساعت معطلتون نکنم. دوباره آمدیم اونو گذاشتیم و برگردیم اینو بذار اینا بذار، دیدیم نه آقا این میره تا دومی، بعد دیگه یادش میره که این کامپیوتر برای کار هست و نباید چیز کنه. خلاصه زنگ زدیم، کجا جواب داد؟ هندوستان. اسم همه اینا چیه؟ یا کریس هست یا مایک هست، همشون دیگه گودی گودی ها صحبت میکنن با اون لهجه شیرین هندی. و به این دوستمون گفتیم که آقا جان اینجوری 8 تا 6 تا شماره ازت میپرسه، این شماره اون شماره، حالا داری با کامپیوتر صحبت میکنی، کامپیوتر بالاخره میگه حالا نمیخوای بخری کامپیوتر، میگه نه بابا خریدم گرفتار شدم، میگه آهان دنبال یکی میگردی کمکت کنه، تک سپورت، بله کمک های فنی، بله منتقلت میکنم. خوب که با اون خانم همه چیزا رو گفتم، میگه آهان این کامپیوتر شما خیلی از دانش من بالاتره، من نمیفهمم. میگم خب خانم دفعه دیگه اول کار بپرس ما چه کامپیوتری داریم، نیم ساعت ما رو خسته و خورد و اعصاب خورد نگه داشتی، حالا تازه میپرس چه نوع کامپیوتری داری؟ از اینم نگران بودم اگه امروز که این کار میکنه من زنگ نزنم 3 ماه 2 ماه 4 سال 1 سال دیگه زنگ بزنم، میگه چرا اون موقع زنگ نزدی. و این DVD هایی هم که اینجا گذاشته دل نوشتم گذاشتم اینا کار نکن. خلاص سرتون درد نیار، اگه سرتون درد اومد برید یه جای دیگه. ما رو منتقل کرد به یکی دیگه، دوباره اون همه این شماره ها و اسم و فامیل و عمت کیه خالت کیه عمت کی ازدواج کرد چند تا بچه داشت همه اینا رو میپرسه. میگم بابا جون مگه این شماره ای که شما زدین روی این نباید وقتی من اینو میدم تو رو ببره تو همون سایتی که خودت برای من اینا رو فرستادی؟ میگه چرا؟ میگم خب پس چرا اطفال میریزی؟ خلاصه یه نیم ساعتی هم اون ما رو معطل کرد. آخر کار گفتم میدونی چیه، بذار من با سوپروایزرت صحبت کنم. آها اینجوری شد بابا، چرا حالا از بس هول شدم میخوام شما معطل نشید داستان نصف کاره. میگم میگمش که ببین من سری قبلم این کامپیوتری که خریدم زنگ زدم، یکی از همکاران شما به من کمک کرد برنامه‌هایی رو که لازم نیست این کامپیوتر داشته باشه و شما از این ور اون ور پول گرفتید گذاشتید توی، خیلی ممنون ما دیدیم اینا رو ورداره، ولی من نمیخوام یه برنامه رو وردارم فردا که زنگ زدم بگی اون برنامه رو ورداشتی وارانتی یا ضمانتش باطل شد. ببینید چی جواب میده. یه خانمی هم بود میگه که ما هر چی تو کامپیوتر گذاشتیم 100% لازمه و شما هر چی رو ورداری به وارانتی صدمه میزنی. گفتم همینجا بسته، دانشت فهمیدم، بذار من با سوپروایزرت صحبت کنم. با سوپروایزر صحبت میکنم، میگم آقا این شما اسم اینو گذاشتید مای دل، دل من دیگه، این آقای دل DELL، یا آقای برید بخونید چجوری میلیونر شد و چگونه پولدار هست و پولدارتر، پولدار بوده پولدارتر شد. میگم این مای دل این پی سی داکتوره، پشتش مشخصات چی نوشته، اونا به شما $5، $2، $3 دادن تو هر کامپیوتر اینو میذارید. دوستان امروز اگه کامپیوترها ارزون شده یه لپتاپ رو به شما میدن $600 برای که اینها از 30 نفر 30 تا نمیدونم چقدر گرفتن، اصلا این کامپیوتر رو باید به من و شما مجانی بدن از شرکت های مختلف. و اینجوریه، شما چرا مزخرف میگی وقتی بلد نیست؟ چرا اینجوری میگه؟ این فوری گفت من ببین اونایی که مقامشون بالاتره زودتر عذرخواهی میکنن، چون
به خاطر همین عذرخواهی کردن و فهمیدنشون به مقامهای بالاتر رسیدن، برعکس کشورهای دیکتاتوری که به خاطر چاپلوسی و دوز بودن به مقامهای بالاتر میرسن نزدیک اون دوزد بالایی. اینجا اینجوریه، گفت من از شما عذر میخوام برای وقتی که گذاشتی و اینها، و اولا در رابطه با اون موضوع من برای شما 3 دیویدی میفرستم، مهمون ما باش. گفتیم خب اگر مهمون مایی تازه دل باش، بفرمایید، شما حسن نیت تو نشون دادی. این یک. دوم که بیا اینجا و پروگرام دارن میزنی میان تو کامپیوتره، دیگه مثل اون وقتها نیست هی بگه برو سمت چپ، برو سمت چپ، بیا پایین، بعد شما میای پایین میگه حالا بزن استارت، میگه استارت کجا؟ فکر کنید تو ماشین و فلان اینا، چون هیچ جا ننوشته استارت، ولی اون میگه استارت رو بزن، یه علامت پنجره است. خلاصه گفتم خدا پدرتون بیامرزه، دیگه خودتون میایین چیز میکنین. آمد و پروگرام ها رو برداشت و تمیز کرد و بعد گفت ببین این ایمیل من هست، از این به بعد شما با اونا دیگه تماس نگیر، مستقیم اگر مشکلی بود با خود من تماس بگیر. منم ازش تشکر کردم و رفتم. یه درسی که من از این گرفتم اینه که اگه همون تو اولی، دومی، سومی من ناراحت بشم و به اون در بری بگم و بد و بیرا بگم، خب اولا اون بیچاره به من نشون داده که یه هندیه که تو هندوستان 1 دلار 2 دلار در روز بهش میدن، تازه الانم خیلی خوشحاله که این کاره رو داره به نسبت اونایی دیگه که دارن گدایی میکنن تو هندوستان. دوما اگر میفهمید که اینجوری نمیگفت، پس نمیفهمه. حالا منی که فکر میکنم میفهمم، چرا بیام با اونی که نمیفهمه وقتمو بگذرونم؟ قبول داری؟ اینه که باید آروم باشید و به اصطلاح صبور باشید تا مشکلتون حل بشه. دوینید اینی kind of long. عجب مملکت خوبیه، چپ و راست برات کاغذ میاد، پول میخوای اصلا نگران نباش، 750,000 دلار برات گذاشتیم، فقط زنگ بزن به این شماره، به اون شماره زنگ میزنی 95 دلار کلا میذارن سره. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت آه شما میدونی تایتل مکس چیه؟ گفتم یه وقت نری ماشین تو بذاری اونجا. گفت آقا دیر گفتی. گفتم من دیر گفتم؟ شما الان از من پرسیدی. گفت ببخشید منظورم این بود که من دیر از شما پرسیدم. گفتم چی شده؟ گفت آقا من رفتم ماشینمو گذاشتم اونجا و بعدم از بس زندگی فشار بهم آورده، ماشینم روغن رو نداشت و یادم رفت و عوض نکردم و سوخت. حالا ماشین رو، گفتم ماشین دیگه مال شما نیست، مال اوناست، ولی اینا مگه ولد میکنن؟ اینا حالا میان دنبال خودت و اینا پدر سوخته های هستن که سالی 36% از شما اینترست میگیرن، یه روزم لونت عقب بیفته میگن بیا اینجا دوباره ریفاینانس کن این لون رو جدید، دوباره بگیر وام رو دوباره جدید بگیر، اون وقت میبرن رو 4%، نه 4% در سال، 4% در ماه که میشه 48% در سال، یا 5% که 60% در. خیلی مواظب باشی. اینا رو بهشون میگن شارک لون، یعنی افرادی که وامهایی میدن بهتون که مثل کوسه میان میخورنتون. خلاصه من آنچه شرط بلاغ بود با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه برو ماشین تو بده به ماشین دم نمیگیرن، از سندتو میگیرن و اسم خودشون رو سند مینویسن که این ماشین به این بده کاره. در اصل این دوستمون توی این مشکل افتاده و باز هم طبق معمول چه در حین برنامه زنده چه در بازپخش این برنامه ها شما میتونید با شماره تلفن، با ایمیل برای ما پیام بفرستید، صحبت کنید، نظرتون رو بگید و ما هم سعی میکنیم این پیام ها و اینها رو به اصطلاح تاثیر بدیم و در برنامه ها ازش استفاده کنیم. ولی در رابطه با پیام، من شنبه همینجوری که گرفتار این کامپیوتر اینها بودم، یک پیامی رو جمعه یکی از دوستان گذاشته بود از همین منطقه و از یک خانواده بسیار سرشناس، یعنی شما این تا اسم رو بگی همه میشناسنش بدون استثنا، همه میشناسنش. من این پیام رو وقتی گوش دادم خواستم هم امروز پخش کنم، حقیقت بعد پخش نمی کنم چون مسئله دادگاه هست و اینها، و بعض وقتا می دونید وقتی یه پروندهی باز هست یه چیزایی بهش میگن گگ اوردر. حالا تو همه کیسا نیست و یادم بهتر صحبت نکنه، چون یه وقتی ممکنه این صحبت شما به ضرر یک کسی تموم بشه یا به نفع یک کسی تموم بشه که حقشون نباشه. من هر چی فکرش کردم که یه نفر
یه خانمی چجوری به خودش اجازه میده که این پیام رو بذاره، نتونستم بفهمم چجوری. خب ما معمولا هر کاری میکنیم فکر میکنیم حق داریم، یعنی اول با خودمون صحبت میکنیم میگیم بله این حق منه. زنگ زدم به ایشون، چون خیلی لطف کرده بود شماره تلفنش هم گذاشته بود، من زنگ زدم. اول یه آقای گوشی برداشت، گفتم من سوربی هستم از تلویزیون مردم. آقای گوشی رو داد به خانمش، چون میدونست خانمش پیغام گذاشته. با خانمش صحبت کردم، گفتم خانم من پیام شما رو گرفتم ولی حقیقتش نمیفهمم چرا به من و تلویزیون مردم شما زنگ زدید و من اینجا چی کار میتونم انجام بدم، چه قدرت اجرایی دارم. حالا شما بشینید ماجرا رو گوش کنید. این خانم گفت که چند وقت پیش، من فکر کنم 2 سال پیش باشه یا حداقل بیشتر از 1 سال پیش، یک آقایی توی تلویزیون شما برنامه داشته که الانم در این شهر و دیار آمده روزنامه یا نشریه، اینا میگم همه میگن روزنامه ولی هیچ کدومشون روزنامه نیست، روزینامه است. حالا بعضی هاشون هفته نامه است، ماه نامه است، سالها در این مملکت در این قسمت هستن، آقای اروانقی کرمانی و آقای تقی مختار و اون دوست دیگه اون آقای فرجنیا اگه اشتباه نکنم. خب اینا نشون دادن به مردم که اینها آدمای معتبری هستن. کلمه معتبر از اعتبار، از کردیت میاد و اینجوری. حالا اینایی که مثلا این آقایی که از ایران آمده بوده بود اینجا برنامه گذاشته بود، بعد کلای این خانمو، کلای وکیل خودشو، کلای صاحب خونه خودشو، کلای یه خانم دیگه و اینا 4 تاش تا حالا به من خبر دادن برداشته. به این خانم گفتم که شما به خاطر این برنامه‌های تلویزیون بهش پول دادید، چون تا موقعی که اینجا بود کسی کمک نکرد و اتفاقا به خاطر همین که کسی کمک نکرد دیگه ما برنامه ها رو دیگه من نمیتونستم برنامه مجانی بهش بدم. گفت نه آقا، این آقا آمد و گفت من میخوام یه نشریه اینجا به چاپ برسونم و از من پول خواست. حقیقت قبلا هم یه پولی گرفته بود ولی اونو زود پس داد، بعد ما هم حالا بهش پول دادیم و اینا. گفتم آها، شما اینجا وارد نیستی. به این میگن پانزی اسکم. پانزی اسکم اینه، من میام از شما میگم $10 پول نقد داری به من بدی، من کیفم با خودم نیاوردم، شما $10 میدی، میبینی من 1 ساعت دیگه میام $10 بهت میدم. میگی آقا عجب اهل قابلی نداشت، بابا فردا میمدی تو این همه راه رفتی خونه پول برداشتی آوردی. میگه نه آقا من بدهکار باشم خوابم نمیبره. بعد شما به 2 نفر دیگه میگی بابا این سوربی عجب آدمیه، بلند شد رفت خونه بعد از کار $10 آورد، آقا من شاد شب مردم فلان. فردا میام میگم که من مثلا $100 دارم، شما $20 داری من نهار بخرم، $20 رو اصل دوباره میارم بهت میدم. $10-$20 میاد به یه جایی. میبینم شما هم خوب تا بهت میگم در کیفو باز میکنی، شروع میکنم آقا من انقلابی بودم تو ایران، با آقای رفسنجانی $10 میلیون گرفتم، با آقای خاتمی اینجور 4 تا عکسم نشون میده و من میخوام بیام یه نشریه بزنم. اینا که نشریه نیستن، تقی مختار چه میدونه، اروانقی کرمانی چه میدونه، اینا 50-60 سال این نشریه و اینا بی خودن. من چجوری میخوای راه بندازی؟ مشکله؟ نه آقا مشکل نیست که، کار شورایی. چجوری شورایی؟ شماها پول میدید، من مدیرم، من خرج میکنم، نشریه رو راه میندازم و نگو اینا نمیدونی. تقی مختار اصلا شبا رو پول میخوابه، اروانقی کرمانی دوچکش از پوله و اینا بی خود به مردم میگن. اینجوری نیست که شما اینو چاپ میکنی ملت پول میریزن رو. خب خانم عزیز شما هم بدت نیاد، شیرازی ها میگن تمخوم شدی، تهرونی ها میگن خام تمع شدی، اینجایی ها میگن گرید. گرید اون چیزیه که خیلی ها رو تا حالا به ورشکستگی انداخته. طرف میگه آقا من امروز $100 طلا میخرم، فردا میز $120، امروز $100 میذارم تو بانک، فردا میز $120. طرف میگه خب آقا این $20 از کی میگیرن؟ باید از یک کسی که اومده این $100 رو قرض گرفته بدن به تو. خب اون چیز گرون میشه. خلاص به این خانم گفتم که شما اینجوری نبوده، احتمالاً این آقا بعد از این ماجراها بعدش چندین برنامه این ورانور تو تلویزیون‌های مختلف فلان بیسار اینها، و گو آره به این صورت هم نبود که ما به خاطر تلویزیون شما. گفتم ایداد بیداد،
ای داد بیداد. پولمون رو میریم میدیم مغازه طلا فروش، به جای طلا به همون مس میفروشن. بعد میایم در این مغازه مسگر بیچاره که داره با سنگ با چیز با پتک و چکش یه قابلمه درست میکنه، بهش میگه آقا این مس چیه؟ میگه من اینو به شما ندادم. میگه بله طلا فروشه فروخته ولی مس. خب من چه کار کنم که اون $1000 از شما گرفته و بهت مس داده؟ مس که تو میتونست بیا اینجا یه قابلمه بخری 30 تومن یا 30 دلار. این بدبختی جامعه ماست. بلافاصله خانم شروع کرد، بله من میدونم واقعا و الان میدونم همه ایرانی ها اینجورن. گفتم خانم من یکی خودم از اونایی هستم که منفی ترین نقطه ها رو نگاه میکنم، ولی همه ایرانی ها اینجوری نیستن، خیلی هاشون هم آدم های خوبی هستن، خیلی هاشون از ایران که اومدن مثل این مردی که شالاتان 6 تا زن و دوست دختر و طرف زن داره بچه هم داره، تو اروپا چند تا رو معطل کرده، اینجا چند تا رو زیر سر گذاشته. من بهش گفتم آقا چی کار داری میکنی؟ خب اینا درست نیست، مگه تو زن نداری؟ گفت نه آقا اون پیره مثل مادرم میمونه، اصلا روزی که به من دادن قرار شد اون از من نگهداری کنه. خودشم یه آدمه قدش اینقدر کلشم اینقدر، حالا دیگه میدونید کیه، روزنامه نگار میگه بودم، برید نگاه کنید ببینید کی بوده. آمده اینجا یه نشریه‌ای راه انداخته و این جالبه که چگونه تو این تلویزیون آمد. من یکی دو بار اینو تو کانون دیدم، تو برنامه‌ای بود بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن دیدم، اتفاقا به اتفاق وکیلش بود، وکیلش هم آدم بسیار خوب جوانمرد کمک میکنه به اینو، ازش دعوت کردم هر وقت دوست داشتی بیا صحبت کن، چون تو کانون صحبت کردی و اینا، منم دوست دارم نظرات تو رو در این روابط مثلا بشنوم. دیدم این انقدر شعور نداره، نه تماسی نه چیزی، گذشت. یه روز اون وکیلش منو یه جایی دید، گفت سوربی این آدم بدبختیه، دستشو بگیر و نمیدونم بهش برنامه بده و صحبتایی که میکنه خوبه و اینها. گفتی والا ما دو بار بهش گفتیم دیگه، ما خواستگاری هم بیری دو بار بگم نه دیگه نمیری اونجا. و اینجوری گفت نه حالا شما بهش بگو من بهش گفتم که، گفتیم چشم شما چون آدم خوبی هستی خوش قلب و اینا ما این کارو میکنیم. زنگ زدیم بهش، توی چیز دیدمش، توی خیابون دیدمش با ماشین توی روز بارونی، بهش گفتم که آقا این دوست ما وکیل شما گفته که من باهات صحبت گاره میام و فلان اینا. از روز اولی که آمد اینجا دروغ پشت دروغ که من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، از این پول میگیرم از اون پول میگیرم. گفتم آقا شما از هر کی پول میگیری منو تو این پولات نمیخواد سهیم کنی، شما این مخارج اینجا اینقدر کاغذم نوشتیم از سال 2006، زنده این ساعت، مرده این ساعت، بازپرش این ساعت، مرده شور دلوکس این ساعت، اینجوری اینقدر، حالا شما یکم به ما برنامه مجانی بده تا ما بتونیم وقت کنیم اینا. آمد اینجا 4 تا برنامه مجانی گرفت، بهش گفتم آقا پول نمیده، حالا نگو. از وکیلش پول گرفته، از رستورانی که میره نهار میخوره آگهیشو گذاشتیم ما پول گرفته، از ماشین فروشیه پول گرفته، رستوران خود دوست خود من که معرفی کردم آقا دارم میرم واشنگتن کجا برم چی بخورم، گفتم برو اینجا، از اونا رفته نهار خورده مجانی. حالا هم که رفته پول صابخونش هم که یه آقای دکتری هست اونم فعال سیاسی اونو نداده و اونم بردتش دادگاه و اینا. خلاصه همین وکیله یه در به من گفتم بهتون یه روز ماجرایی زنگ زد که آقا این فیلمای من کجاست؟ گفتم روی یوتیوبه، میخواستم ببینم شما میتونی اینا رو برای من بذار رو DVD بفرستی، من میخوام تو دادگاه نشون بدم که من این وکیله که منو سو کرده من آگهیاشو پخش کردم. گفتم شما آگهیاش تو این تلویزیون پخش کردی؟ گفت بله. گفتم چند گرفتی ازش؟ نمیدونم. گفت 1200 دلار 800 دلار. گفتم خب به تلویزیون چیزی دادی؟ گفت نه، من که قرارم بود 4 تا برنامه مجانی. گفتم آها قرار بود برنامه مجانی باشه، ولی اگه کسی به شما پول داد پول برنامه ها رو بدی و من اگه میخوای ببری دادگاه برای سپینا، اینجا میگن سپینا بیدی که من به عنوان ویتنس شاهد بیام اونجا با این دیویدیا، اولین نفری که شکایتت میکنه اونجا خود منم. که خلاصه فهمید اینجا نمیتونه دیگه بیش از این گول ما بزنه و رفت و اون وکیل بردش دادگاه. اتفاقا بعدن از پرسیدم گفت خب این که پولی نداره، همش مشغول کلاهبرداری و اینا هست، اینایی هم که چاه کن هستن همیشه توی چاه زندگی میکنن بدونی که بدونن.
اولا این آقا پناهنده است، حقوق میگیره، برای که نره حقوق پناهندگیش قطع بشه مجبور کارای قاچاقی و پیتزا دیلیوری و نقد انجام بده که الان یکی یکی اینا هی زنگ میزنن به اون اداراتی که نمیدونم سوشال سرویس امیگریشن چیه بهش حقوق میدن، هی شکایت پس از شکایت. من جمعه شنبه برای این آقا نوشتم که آقا این پیام آمده، یه خانم دیگه هم که اونم ریلتور هست اونم شاکیه، آقای دکتر صابخونت هم شاکیه، آقای وکیلت هم شاکیه و اینها، و من دوشنبه ممکنه در این باره صحبت کنم، اگر شما هم صحبتی داری میتونی پیام بذاری، من اگه پیام اون شخص رو گذاشتم پیام شما رو هم میذارم. ولی اینا معمولا اصلا اینا مثل که مدرسه کلاهبرداری رفتن، یعنی دیگه کسی که با رفسنجانی و بچه های رفسنجانی معامله کرده باشه، 10 میلیون دلار گرفتم فلان روزنامه رو زدم انقدر فلان گرفتم اون رو زدم، اینا دیگه شما میدونید و یکی یکی هم دیدید اینجا چه کار میکنه. دوستان مواظب خودتون باشید، خانمی که اول اسمت ام هست مواظب خودت باش، این آقا خدا میدونه قول گرین کارت و اقامت رو به چند نفر دیگه مثل شما داده. حالا براتون ماجرا رو بگم، اینا وقتی با شما، امیدوارم حالا امروز برای من ننویسی آخ آخ گفتی سوربی، اینا وقتی با شما صحبت میکنن بعد یه مدت شما باهاشون خودمونی که شدی، یه دفعه زنگ میزنه میگه که مثلا دیشب تصادف کردم، تا پس فردا اگه 3000 دلار ندم به اون طرف منو میندازن زندان. شما برای خودت یک کاخ زیبا ساختی، شدی ملکه اون کاخ در آمریکا با اقامت با این آقای پادشاه، کی؟ آقای کوتوله دوز خبرنگار یا خبرنگار دوز. بعد میبینی اه این کاخ داره الان رو سرت میاد پایین، برای چند؟ برای 3000 دلار. شما میگی خدایا چیکار کنم؟ خب حتی اگه شده من ماشینمو میفروشم تو اروپا، پول میدم برای این مشکلش حل بشه، امیدوارم از این درس پند بگیره آدم بشه. ماشینتو میفروشی، به خاطر ماشینت کارت هم از دست میدی، این چه کار کرده؟ این با 3000 دلار شما اینجا میره با چند تا خانم دیگه، حتی اگه شده 100 دلار 150 دلار خرجشون میکنه، اونا میگن عجب جنتلمنی هست. عکساشو ببینید، عکساشو ببینید، عین این ژیگولوهای یائسه همش با ماشینای توی آرلینگتون و اینور ور میشینه عکس میگیره. خب اینا رو به این اون نشون میده، پول میگیره. مواظب باشید دوستان. بعد تلویزیون مردم دادگاه نیست، بعد به این خانمه میگم که شما باید یه وکیل بگیری، میگی گرفتم، میگم خانم پولتو دادی وکیلتو گرفتی، بعد همه این ماجرا حالا به من زنگ میزنی؟ شما شدی مثل اون دوستمون که میگی من ماشینمو بردم گذاشتم گرو تایتل مکس، سوربی تو دیر به من گفتی، میگم بابا تا الان از من پرسیدی، نکنی دوستان. بعد به این خانم میگم خانم شما تو آمریکا باید یاد بگیری تا بخوای یه کاری بکنی با دو نفر دیگه صحبت کنی، اگه شما میگی اینو تو تلویزیون دیدی چرا همون موقع تو تلویزیون زنگ نزدی به من بگی آقای سوربی این چگونه آدمیه، من میخوام باهاش شریک بشم، تا من بهت بگم بابا جون این اگر کلاتم افتاد جلو مغازه این نرو، مغازه نداره الحمدلله، نرو این پدر سوخته است، این شارلاتانه، این ما که فکر میکنیم چیز چی میگن ختم روزگار هستیم اینجوری کلا سرمون گذاشت، بهت میگم بیا این شماره تلفن وکیلش زنگ بزن، این شماره تلفن صابخونه‌اش زنگ بزن، بعد شما زنگ بزنی به اونا میگی اینا آدم معتبری هستن، اینا تو این شهر دارن کار میکنن، زحمت میکشن، آبرو دارن، اینا از این شاکی هستن، اون وقت نمیری. شما پولتو بردی بهش دادی، گفتن حتما مهمونی هم دادی، اومده خورده و هی صحبت کرده، اگرم قرار بوده مثلا شما بهش گفتی اصل برای یه چای بیای، اینقدر حرف زده که شامم بخوره و بره، بعد حالا که دستت از همه جا قطع شده میخوای به من بگی و دلیلی که من پیام این خانم رو با صدای خودش با شماره خودش پخش نمی کنم همینه که شما هم میخوای از من سوء استفاده کنی. چگونه؟ میخوای بیای بعدم بگی آها ببین این تلویزیونم گفته منم اینجور منم اونجور منم اونجور، و من دیگه زبل شدم، نه اسم شما رو میبرم نه اسم اونو میبرم. شما نیومدی بگی آقای سوربی من میخوام 50 دلار بدم بیام بشینم تو تلویزیون یا از طریق اسکایپ از منزلم به دیگران صحبت کنم، بگم این آقا کلا سر من گذاشته، این پرونده ای منه. هممون به فکر این هستیم که سوء استفاده کنیم از دیگران. ساعت 2:49 است، ماجرای کامپیوتر براتون گفتم، امیدوارم اگر کامپیوتر خریدید به خوبی خوشی، اگر
بنابه هر دلیلی با همسر قبلیتون، با همسر فعلیتون نتونستید زندگی کنید، مجبور شدید ازدواج کنید، همسر جدیدی بگیرید، اونم به خوبی و خوشی، همین جوری که با اون کسی هم که با خوبی و خوشی از جوانی زندگی کردید باشید و جدا بشید و با خوبی، مخصوصا اگر بچه در کار هست، این آینده بچه ها رو به خطر نندازه. یه دوستی جمعه بود با من صحبت میکرد، گفت آقا خیلی کام شدی. گفتم ببین، یا قدرت تلقینه یا تاثیر این قرص ها هست. نه یه خانم گوش کن، از 15 هم تا حالا دارم این قرص های پرو تندم رو میخورم روزی یکی، و شما هم امتحان کنید، برید توی وبسایت usasorbi.com اونجا نگاه کنید، تلویزیون مردم هم توضیح کننده این قرص ها هست. من حتی امروز برای دوستانم رو لیست فرستادم، هر کسی مایل هست این ویدیو رو ببینه، بره تحقیق کنه. اینجا میگن search and research، یعنی برو تحقیق کن، دوباره تحقیق رو تحقیق کن. اگه خواستی، ما دیستریبیوتر هستیم. دیستریبیوتر اینجا میگن authorized، تو ایران نمیدونم چی میگن، فروشنده با امتیاز رسمی، فروشنده مجاز، نمیدونم، توزیع کننده مجاز هستیم. اونایی که رو اینترنت میبینید نوشته 30 دلار 40 دلار، مواظب باشید الکی نباشه تو آشپزخونه خونهشون درست نکرده باشن، تاریخش باطل نشده باشه. اینا تاریخ داره، مثلا اینایی که به من الان دارم تا سال 2015 میتونه استفاده بشه. اینجوری خواستینم بخرید، برید بخرید، ولی اگه کلاس درست نسرتون لطفاً به من زنگ نزن. اینم از این موضوع. و اما بانویی که پولش را از دست داده و حالا به یاد تلویزیون مردم افتاده. بریم در رابطه با کامنت گذاشتن. کامنت یعنی نظر دادن. مثلا مثلا دیدید یه نفر یه ایمیلی میاد خیلی مسخره است، می‌نویسه نو کامنت، یعنی من نمیخوام نظر بدم. خیلی هم هست درباره یه بحثی که میدونن اگر نظر بدن به جنگ و دعوا و وقت تلف کردن میکشه، میگه که نظر شما چیه، میگه مثلا یا نو کامنت یا no opinion یا I don't want to say anything، یا نمیخوام حرفی بزن. در رابطه با نظر، با کامنت و اینا روی فیسبوک، من باید از شماها یه عذرخواهی کنم، و این همون نتیجه دوستان خوبه که به آدم چیز یاد میدن. ما اون روز آمدیم گفتیم که ایران فدرال yes یا نه، دیگه رأی سوم هم نیذاشتیم که آقا من نمیدونم، یا من هیچ کدام، یه نوع دیگه هم باید باشه، یه مثلا بنویسیم باکس چهارم نوع دیگر، اون طرف بنویسه مثلا حکومت پادشاهی ساز، چی میگن اینا، همین مزخرفایی که خودشون برای خودشون میگن، پارلمانی فلان و بیسار. خب ما آمدیم اینو گذاشتیم، دوستان شروع کردن نوشتن، طبق معمول ما گفتیم عجب تاپیکی افتاد دستمون، میام تو برنامه میگیم. تو برنامه که گفتیم یکی از دوستان خوبمون که مثل برادر بزرگی من هست گفت آقا خیلی تون نرو، فیسبوک یه جاییه که شما یه چیزی رو میگی دیگران اجازه دارن در موردش نظر بدن. حالا اگه شما میخوای سیستم اینا رو عوض کنی، باید سیستم اون پول رأی‌گیری نظرخواهی اونو اجرا کنی. شما میای مثال میزنی، میای ما رو مسخره میکنی که آقا من سر جلسه امتحان ورقه چهار جوابی دادم، این آقا اومده نامه سهراب و اسفندیار و رستم برای من نوشته، ولی خودت خبر نداری اول از اشتباه خودت شروع شده این ماجرا. در نتیجه ببین نتیجه این قرص هاست. خیلی راحت گفتم شما درست میگی، ازت عذر میخوام، دوشنبه هم درباره این صحبت میکنم. ولی خداییش بگم الان بهتون نشون میدم، یه آقایی به نام آقای سعیدی، چون سعیدی که نمیشه اینجوری باشه، آقای سعیدی، حبیب سعیدی، ایشون مقاله خوبی هم قبلا برای من میفرستادن و اینها، و ممنونم ازشون. بذارید بهتون نشون بدم که یه دونه کامنت این رو هم آمدن کجا گذاشتن. باز برگردیم با این سیستم من یه کمی کپچ چیاش جا به جا شده، من یه کمی باید چیز کنم، به اصطلاح دقت کنم تا عوضی نرم. اینجا بله، کامرای دو
دوستان این سیستمی که ما داریم 100 تا وسیله میشه بهش وصل کنی، باورتون میشه؟ 10 تا کامرا، 30 تا نمیدونم ویدیو پلیر، 20 تا وسایل صدا آدیو. ببینید اینجا نمیدونم شما چقدرش میتونید بخونید یا نه، فقط من میخوام طول این آرتیکل یا مقاله رو بهتون نشون بدم. آقای حبیب ساعدی آمده نوشته اپتیشن، پتیشن یعنی تومار، استشهاد هم میگفتن تو ایران، میگفتن بیان استشهاد پر کنیم، توماره، تومار درست داری. شما یه چیزی مینویسی، اونها زیرش امضا میکنن، اونو میبری مجلس یا اونو میبری نمیدونم دادگاه و ایلا. ایشون نوشته تو هم ایتمه کانسرن، میگه که معمولا این رو بالای چیز وقتی که به صورت اوپن لدرای چی میگن نامهای سرگشاده مینویسین، برای هر کسی که ممکنه مهم باشه و اهمیت داشته باشه مینویسه. خلاصه ببینید دوستان چقدر این نامه طولانیه. ببینید میبینید اولا خیلی اینجا ریزه، بعد خطا تا کجا هست. حالا ببینید بشمارید این خطا رو و هر هر یه خط حداقل 20 کلمه درش نوشته شده. اوکی تا اینجا. اینو ایشون آورده گذاشته روی یکی از کامنتای به اصطلاح فیسبوک ما. من برای ایشون نوشتم که آقای سعیدی عزیز، شما میتونید از فیسبوک ما استفاده کنید، با 6500 نفر در تماس باشید، ولی به شرطی که یه مبلغی رو بدید برای اینکه ما 6500 نفر رو یکی 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 جمع کردیم که امروز شما بیای و زرتی این نامت رو بذاری جلو 6500 نفر، ولی نمیتونی بیای کامنت بنویسی درباره یه چیزی که اصلا به این موضوع ربط نداره، اونم کامنت به این دوم و درازی. من آرزو میکنم این پسر صاحب فیسبوک یه کسی بتونه بهش بگه آقا اینو شما کوتاه کن، مثل همون ماجرای بله بذار من این نگاه کنم ببینیم چی میشه. سویچ بله اینم حالا فعلا رفته رو این نامه گیر کرده بر نمیگرده، اب نداره، شما بشینید نامه رو بخونید. اینم تبلیغ برای آقای حبیب سعیدی، مجانی روی فیسبوک هم هست، حبیب سعیدی، ببینید اسمشو اینجا. خلاصه گفتم آقا اینجوری نباید باشی، ما اینجا باید از یک چیزی، ما که این فیسبوک اینا مال ایران نبوده، میدونم زمان هخامنش بود فیسبوک، چون یادتونه بهتون گفتم آقای هوشنگ رادخو گفت این دیوار فیسبوک من مثل دیوار تخت جمشیده، شما نمیتونی بیای روش چی بنویسی. و بعضی ها اینجوری هم، ولی من قبول دارم فیسبوک ها الان چند ساله این پسره درست کرده، خود اون پسرم از دوستاش کش رفته بود، دادگاه هم رفت، جریمش هم داد، پول اونا هم داد، حالا من و شما باید بیایم یاد بگیریم چگونه از این استفاده کنیم. راه درستش اینه که بیایم ببینیم طرف درباره چه موضوعی نوشته، درباره همون موضوع تا اونجایی که میتونیم کوتاه، مفید، مختصر نظرمون رو بگیم، نه اینکه هر نامه‌ای رو برامون فرستادن کاپی پیست بزنیم اونجا، کاپی پیست بزنیم اونجا. یه بار وقتی من این صحبت ها رو میکردم یه دوستی من گفت که آقا خودت هم دیدم همین کار میکنی، بعض وقتا توی چیزهای دیگه برنامه ها تو میزنی. گفتم آها ببین، بعضی از وبسایت ها، بعضی از فیسبوک ها دوست دارن که اونجا به عنوان یه تابلو عمومی ازش استفاده بشه، به این وسیله که سوربی بیاد ویدیوشو بذاره، شما بیای موسیقی تو بذاری، اون یکی بیاد نوشتهشو بذاره، بعد اینا چیکار کنن؟ با سوربی تماس بگیرن، سوربی رو اضافه کنن، با تو تماس بگیرن، تو رو اضافه کنن، با اون تماس بگیرن، اونو اضافه کنن، بعد یه مدتی در رو روی همه میبندن، مثل ما که الان در رو بسیم، شما نمیتونی روی اون فیسبوک سوربی که شخصیه یا روی فیسبوک مردم تیوی چیزی بنویسی مگر اینکه برای من به صورت پیام بفرستی یا من اون رو به اصطلاح تایید کنم بذارم. و این کار درستی هم هست. یه وقت آقا یه جایی یه مهمونی ما میذاریم تو پارک، همه میتونن بیان. یه وقت نه، فقط دوستای خودم رو میخوام دعوت کنم توی مجلسی، توی یک سالونی، توی یک هتلی، توی یک خونه‌ای. شما نمیتونی بگی آقا پس چرا ما رو دعوت نکردی؟
این باید ما یاد بگیریم و عمل کنیم. حالا شما هم دعا کنید این سیستم ما امروز با این سیستم جدیده، البته گاهی وقتی تو همون سیستم قدیمی هم قفل میشد، به اینا میگن باگ. باگش هم اینه که بعضی سیستم ها 32 هست، بعضی ها 64، اون وقت همین 32 رو می‌نویسن 86، اون میگم آقا چرا 32 رو می‌نویسی 86؟ میگه خب دیگه این چراها رو نپرس، اینا اینجوریه. شما برید بزنید توی چیزی مثلا می‌نویسه این 16 گیگابایت جا داره، بعد میزنی نوشته 10 گیگابایت رفت، بعد وقتی میزنی میگه 11 تاش پره، میگیم آقا 10 گیگابایت 10 تاست، 11 گیگابایت 11 تاست، چرا 10 تا رو مینویسی 11 تا؟ میگه نه اون واحدش اینجوریه اون اینجوری. توی کارهای ویدیو میگه که شما وقتی بزنی 1280 در 207، اجازه بدیم براتون اینجا بخونم چون دیروز ما این مشکل رو داشتیم، میگه 1280 در 720، اگه میخوای 1280 در 720 باشه باید بزنی 1280 در 768. یعنی اینا معنی و مفهوم اعداد رو هم چیکار میکنن؟ دارن یواش یواش از بین میبرن. دوستان عزیز این ماسماسک ما اجازه نمیده ما برگردیم بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. امیدوارم توی این دو سه دقیقه این هم حالش خوب بشه و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. قسمت دوم برنامه جالب خواهد بود، یا میتونم بگم جالبتر. اگر شما تا اینجا رو فکر کردید جالب بوده، از این به بعد جالبتر. اگر تا اینجا رو فکر کردید معمولی بوده، بعدش میشه جالب. و اما سیستم جدید و روزه عید فطر رو براتون گفتم. امروز گویا عید فطره، ولی بعضی ها میگن عید فطر نیست. امروز آقای اجلالی ساعت 4 بعد از ظهر میاد صحبت میکنه با شما، برنامه داره. با آقای اجلالی میگفتم دیروز، گفتم آقا شما فقط برای اینکه ببینید مسلمونا چقدر از زمان عقبن و دوگمن و نمیخوان با زمان پیش برن، همین اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان که خیلی هم دور نیست در نظر بگی. آقا این همه وسایل فضا شناسی، چی میگن، ستاره شناسی و فضا و زمین و آسمان و ماهواره هست، میفهمن کدام روز در 7 ماه آینده خسوف میشه، کدام روز کسوف میشه، کجا نمیدونم طوفان میاد. شما هنوز سر این موندین که آیت الله فلانی اون روز زیاد شام خورده بود، چشمش ماه رو ندید، پس ما باید یه روز دیگه روزه بریم. برید آقا دنبال کار زندگیتون. در همین رابطه در قسمت دوم برنامه با یه شخصی شما را آشنا میکنم که پیام‌های ویدیویی چند دقیقه درست میکنه و از انجمن جهانی آزاداندیشان هست، توی پرانتز خداشناسان غیر مذهبی. گفتار اولش ایشون رو من براتون امروز در برنامه میذارم تا با ایشون آشنا بشید. امیدوارم به زودی ویدیوهاشون رو در تلویزیون مردم پخش کنیم. اون نشریه ای رو که به نام آزاداندیشان در استرالیا صادر میکنن و منتشر میکنن، ما اینجا بتونیم برای شما روی وبسایتمون بذاریم و حتی ویدیوهاشون رو در قسمت آرشیو یا بایگانی هم بذاریم. ایشون قاضی هست که حرفهای بسیار خوبی برای گفتن داره. من به ایشون گفتم شخصا، چون باور دارم تلویزیون مردم همه کس همه افکار باید توش باشن، خوشحال میشم که شما هم اینجا بیاین و امیدوارم که بتونیم دیگران رو هم بیاریم. عذر میخوام 3 دقیقه هم گذشت، بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. اینم درست شد. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، یکی از راهکارهایی که میتواند ما را به هم نزدیک سازد، پرهیز از هر گونه قضاوت در گذشته افراد و احزاب میباشد. علاقمندان با هر گونه سابقه ای با پذیرفتن چهارچوب های جبهه میتوانند با ما همکاری بنمایند. آدرس ایمیل ما info@azadikhahan.eu، تلفن تماس 2046 7047 55111،
پیش به سوی جبهه آزادی خواهان، زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد به هر شکلش. الهام رحیمی. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12th سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگوست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می‌رساند. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیمیان، افشین ادیب، ساناز الستی، اردشیر انوشیروانی، آرمان جمشیدی، اسماعیل خویی، عبدالستار دشوکی، حشمت رئیسی، آرتیمیس علی آبادی، امیر غلامی، کاوه فرخ، مهدی خسروی کردستانی، مهرا ملکی، شاهین نژاد، الهام یعقوبیان، خسرو فروهر، امیر فسیحی، مازیار قویدل و سخنران میهمان. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً با تلفن‌های 858-673-7000 و یا 760-470-2629 و یا ایمیل آدرس faizefirouzi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. بنیاد فرهنگی مهرگان. به نام ایران و با درود به همیهنان گرامی، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران، واحد استکهلم در سوئد، آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران. برای اتحاد و همبستگی بر علیه استبداد حاکم بر ایران، یکی از بهترین راهکارهای به دست آمده به شرح زیر می باشد. 1. از هر گونه قضاوت نسبت به گذشته احزاب و افراد خودداری نموده، چون باعث دشمنی و از هم گسستگی ما خواهد شد. در ادامه بیانات جناب حسن جعفری، من محمد شهنوازی هستم، درود میفرستم به تمام مردم ستمدیده ایران. و پیشنهاد دوم، بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسان و گروه حقیقت یا به پرونده ها رسیدگی خواهد شد. متاسفانه امروز همه ما شدیم قاضی، خامنه ای جلاد شده راضی. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. نابود باد استبداد، پاینده باد اتحاد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. ساعت 3:06 به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا و 12:06 به وقت غرب آمریکا کالیفرنیا است. هر جای دنیا که هستید خودتون ساعت رو نگاه کنید ببینید چقدر از ما جلو هستید و چقدر از ما عقب. الوعد وفا، این وبسایتی رو که من از دیروز تا حالا آشنا شدم باهاشون و اینها به شما هم نشون میدم و به قول معروف با شما در میان میذارم، یا به قول آمریکایی‌ها با شما سهیم میشم، شیر میکنم. مجله آزاد اندیشان شماره 7. آنچه در این شماره منتشر شده، نرخ آگهی ها، سرمقاله، خوشم میاد اینا مثل ما رو راست، همون بالا اول نرخ آگهی ها، سرمقاله، آگهی های عمومی، چرا باید خداشناسان غیر مذهبی دنیا را اداره کنند، مهاجرت به استرالیا، افشاگری های مستند دینی، همسریابی، عشق چیست، در استرالیا چه میگذرد، طنز، آگهی، عرفان، خداشناسی. پیش به سوی حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین. آزاداندیشان اولا نشریه نشون میده که روش کار شده، قشنگ کار میکنن، خیلی منظم، مرتب، عکسای رنگی. چاپ سیدنی، شماره 7، بها $5. آزاداندیشان شماره تلفن داره، آدرس داره، اسم داره، رسم داره. مثل اینایی نیست که عکس هخامنش و کوروش رو بندازن و به شما بگن پنجشنبه برین دم میدونه نمیدونم شهیاد، ما میخوایم بیام آزادتون کنیم. جامعه زمانیه، ببخشید، جامعه زمانی سالم است که دیگر اندیشان تحمل شوند با تحمل دیگر اندیشان.
دموکراسی را تمرین کنیم، احترام به افراد و عقیده باطل آنها نباید مانع افشای حقایق شود و الا کمک به گمراهی است. میدونید تو خیلی از جاها میگه من نمیخوام به باور و اعتقادات دیگران توهین کنم. ایشون میگه آقا این توهین کردن نیست، احتیاجی هم به توهین نیست. خود ایشون این، من چند تا از ویدیوهاشون دیروز تا حالا دیدم، با دلیل و مدرک میاره میخونه و میگه آقا کتاب و قلم و کاغذم بیننده عزیز خانم آقا بیار، اینی که من میگم خودت برو نگاه کن، شما را رجوع میده برید مستند اونجا نگاه کنید برگردید، اگرم خواستید باشون صحبت کنید. در هر صورت این نشریه روی اینترنت هست، میتونید ببینید و نوشته برای دانلود مجله شماره 7 آزاد اندیشان اینجا را کلیک کنید. خیلی قشنگ توضیح دادن، رایت کلیک میکنید این میشه اون میشه. گفتم کسایی که کارشون درسته خود به خود از همون اول دیدید، حالا ما هم خواستیم ادای اینا رو در بیارم دیگه، از همون اول نرخمون رو نوشتیم، شعار الکی ندادیم، ما اینجا میخواهیم حکومت را بندازیم پس شما بیا اینجا برنامه بذار. بعد هر کی رسید گفت آقا شما حرف مفت میزنی، انداختش بیرون. گفتیم آقا شما بیا حرفتو بزن، میخوای حکومت بندازی، اصلا حکومت بزن زمین نابود کن، بکن تو چای نمیدونم هزار فوتی، به من چه، بیا بکن، من که نتونستم در رفتم، تو میتونی بیا کاری بکن که منم بیام اصلا به تو بپیوندم. بزن من این میکروفون رو هم درست کنم. دوستان هنوزم بگید صدا و تصویر چگونه است، ممنون میشم. در هر صورت توضیح دادن، بعد حتی زیر ایمیلشون نوشتن اگر مایل نیستید که این ایمیل ها رو دریافت کنید به ما خبر بدید، جدا میکنیم به اصطلاح اسم شما را از لیست و دیگه نمیفرسیم. آدم یه وقت میبینی با یه مجله روزنامه هست، بعد کارش عوض میشه، کارش زیاد میشه، چی بهش میگن، تیستش، اون مزه و چیزی که دوست داره عوض میشه، دیگه نمیخواد یه چیزی رو بخونه بشنوه فلان بیسار، اینا هیچ اشکالی نداره و اینا باید احترام بذارن. هر کسی نمیخواد ایمیل ها اینا رو بگیره بهشون بگید، اونا باید با احترام بگن که وی میس یو، یعنی ما بری شما نبودتون رو احساس میکنیم با امید دیدار و همین ماجرا. از دوست عزیزی که در قسمت اول برنامه زنگ زدید، پیغام گذاشتید، شمارتون 571 هست، ممنونم. امروز بعد از برنامه زنده آقای اجلالی با شما تماس میگیرم و این فامیل شما، اگر اون چیزی که من فکر میکنم شنیدم درست باشه، فامیل 3-4 تا از همکلاسی ها و دوستای من در شیراز بود. پیام های ویدیویی انجمن جهانی آزاداندیشان خداشناسان غیر مذهبی، گفتار اول 8 دقیقه ویدیو است که من امروز بعد از برنامه خودم براتون نشون میدم. و ایشون یه کار جالبی هم توی وبسایتش انجام داده، آمده گفته که برای که به ما نشون بدید شما هم با ما هم عقیده هستید، 1 دلار کمک کنید. من الان نمیخوام بگم برای که به ایشون بگم من چند برابر با شما موافق هستم، چند کمک کردم، ولی دوستان شروع کنیم این کار انجام بدیم. شما بشین یه دم یه مغازه قهوه فروشی همینجوری یه لیوان بگی جلو دست، ببین این آمریکایی‌ها چقدر پول بهت میدن. هیچ کی نمیاد بهت بگه مگه تنت بیل خورده برو کار کن. اینا این حالت گیوینگ، بخشش، اینا رو دارن و ما کاری به دولت آمریکا نداریم، ما کار به مردم آمریکا داریم. در هر صورت ما مردم ایران دولت‌های دیکتاتور یادمون میدن این کار رو انجام ندیم، چون اگه این کار رو انجام بدیم مردم میفهمن که میتونن با هم دیگه کمک کنن، از هم کمک بگیرن، احتیاج به آقای دیکتاتور چه شاه چه شیخ چه سرهنگ فلان ندارن. و دیکتاتور یکی از کاراش اینه که شما نفسم که میخوای بکشی میگه بیا من هوای خوب بهت میدم، نون میخوای بخوری نون دولتی، آب میخوای بنوشی آب دولتی. من از همینه، سازمان آب همه چی دولتیه تو ایران. آقا چی کار دولت دارید اینجا؟ یه نفر اومده رفته چند تا چیز زده و از دولت اجازه گرفته آب میفروشه. شما اگه مشکلی داری از این آب نمیخری از اون. یه آب تنها چیزیه که اینا بهش میگن به اصطلاح منحصر به فرده. تا چند مدت پیش برق اینجوری بود، تا چند مدت پیش کیبل ها اینجوری بود، ولی همین آزاد گذاشتن، همین فری انترپرایز، امروز که من اینجا نشستم انتخاب دارم
که به جای اینکه یک کسی یقه منو بگیره بگه فقط باید 300 دلار به من بدی و لاقه، به اون یکی زنگ میزنم میگم آقا این میگه 250 دلار، اون میگه من 200 دلار بهت میدم. اون کاری رو که نه شاه تونست با اتاق اصناف انجام بده با اون جریمه ها، نه اینها با شلاق خواهند انجام داد یا موفق میشن انجام بدن، چون سیستمشون غلطه، مغزشون غلطه، مغزشون برای این قرن و قرن بیستم خوب نبوده و نیست. حالا شما هی بگو دوستان شما انقلاب کردن، آقا وقتی که شاه فرار کرد من مأمور حکومت نظامی بودم، چی دارید میگید آخه؟ هزار تای دیگرش هم مثل منه، اگه یکم بریم جلو میبینیم شماها بودید که اتفاقا پول خوردید، بچه هاتون رو کشورهای دیگه درست کردید، ویزاهاتون رو نمیدونم فلان داشتید، بعدم اولین کسایی که به شاه نارو زدن شماها بودید. شهلا خانم اذیت نکن. خب ببینم براتون چی گذاشتم اینجا بخونم و امروز ما یکمی زودتر بریم هم این ویدیوی این دوستمون رو ببینیم که پیام شماره یکشون هست، گفتار اول. و یه کار جالبی که کردن این ویدیوها رو خیلی شورت درست کردن، خیلی کوتاه درست کردن، البته دیگه خیلی کوتاه، یعنی برای ما ایرانی ها ما 2 دقیقه 3 دقیقه سلام و احوالپرسی میکنیم، ما از خونه یکی میخوام خداحافظی کنیم بریم، انقدر خداحافظی کنیم خانمش دوباره یه چای دیگه درست میکنه میاره. ولی روشتون درست، ویدیوهای کوتاه‌تر تعداد بیننده‌هاش بیشتره. حالا باز من به عنوان تشکر از شما و به عنوان اینجا میگن showing our good faith، برای اینکه به شما حسن نیتمون رو نشون بدیم، من اون ویدیوی اول شما رو بعد از برنامه میذارم روی فیسبوک برای 6500 نفر، چون میدونم روزنامه یا نشریه شما رو نزدیک به 3000 نفر عضو هستن، جزء خانواده هستن و میبینن و باید با هم شروع کنیم کار کنیم، حتی اگه مخالف هم دیگه باشیم. و بعضی وقتا میبینیم اصلا مخالف نیستیم، اصلا مخالف نیستیم، هدفمون یکیه، راهمون، شما از این وری میخوای بری، من از این وری میخوام برم، من دوست دارم تو کوچه باقیا قدم بزنم، شما دوست داری با پورش وینگ توی هایوی بری، هیچ کدومونم غلط نیستیم. هم من که بچه شیراز و باغ و گل و بلبل هستم حق دارم، هم شما که بچه آلمان و اروپا هستی دوست داری وینگ تون بری، هدفمون یکیه. چی میگفت دیگه باقیش بهانه. خب این آقای علی آقای شیرازی یک چیزای خوبی برای من میفرسته، ممنونم ازش. میدونید که اینجا به مشت میگن فیست، وقتی دست رو مشت میکنی میگن فیست، حتی اوباما هم گفت که ایران اگر این مشتشو باز کنه به ما دست، نه دست درازی نه، دست دوستی به صورت به طرف ما دراز کنه، ما هم همین کار رو میکنیم. چند مدت هست که مخصوصا از موقعی که اوباما شروع کرده، وقتی میاد یه جایی به قول اینها میگن فیست بامپ، بامپر بامپ، بامپ یعنی وقتی میخورن به هم، بامپر یعنی وقتی میزنن به هم نگه دارنده اون باشه. فیست بامپ یعنی شما به دوستت وقتی میخوای سلام علیک کنی اینجوری میزنی، میگن این بهداشتی تره. اولا یکی برای من بنویسه این تاریخ دست دادن شیکهند از کی درست شده. شما میدونید که یه جایی که نمیتونستن صحبت کنن و اینها دماغشون رو به هم میماریدن، زبونشون رو در میبردن، گوش آقای حکیم لایی یادت بخیر هر جا هستی اگه زنده هستی واقعا رو چی میگن زندگی طولانی داشته باشی، اگرم فوت کردی روانت شاد، که من تو مدرسه احمدی شیراز 15 سالم بوده، 14 سالم بوده، 13 سالم بوده، شما معلم من بودی، 45 سال بعد من در آمریکا دارم از شما یاد میکنم. چرا؟ برای که معلم خوبی بودی. میگه معلم خوب طفل گریزپا را به مدرسه میاره، ما لحظه شماری میکردیم که این آقای حکیم الهی بیاد و برامون قصه و تلویزیون که نبود اون موقع، قصه و داستان از جاهای دیگه بگه. اینقدر این تاریخ و جغرافی رو قشنگ میگفت، تاریخ و جغرافی که اینقدر خسته کننده بود، برای ما شده بود یه درس خوب، معلم خوب. اون میگفت یه جایی هست به هم سلام علیک میخوان بکنن، گوششون رو میگیرن، زبونشون میکشن بیرون. گفتم حالا بود اون که میخواد بگه علیکم السلام میگه. در هر صورت این دست دادن اینها بر میگرده به عقب. امروزه که همه اینها میگن خیلی دنبال هایجین هستن و نمیدونم نظافت و بهداشت و فلان اینا، دیگه شما این روزا هر جا میری یه چیزی گذاشتن که دستتو بگیری زیرش، از این موادی که سانیتایز، دی سانیتایز، چه میدونم از این چیزا.
اینو ببینید با هم. بازم ممنونم از علی عزیز. این رو بی بی سی در قسمت خبرهای بهداشتی نوشته فیست بامپس کلینر دن هندشیک. میگه که دست اینجوری به هم بزنید، خیلی مشت محکم نزنید، استخونه هم خورد کنید، تمیزتره. دلیلم داره، راست میگه. خودمون دیدیم، میری بعضی جاها رستوران، طرف میاد کارش انجام میده، حالا تازه چون اونای دیگه دارن میبینن، میخواد تظاهر کنه که دستش شسته، آبرو باز میکنه تا صدای این فیش آب میاد، اینجوری میکنه انگار که برق گرفتتش، دستش رو میکشه میره بیرون، تازه بعدم دستش میزنه به دستگیره در که نفر قبلی ممکن دستش نشسته باشه. من هر وقت میرم سعی میکنم چیزی که اینا یادمون دادن انجام بدم. صابون میزنی دست، بعد برای خودتم هپی بردی تو می بخون که بشه 20 ثانیه. اول هم یک کمی صابونه رو بیشتر بمالید تا همه جا چیز بشه، بعد اینجوری. اینا به این نتیجه رسیدن یکی از عواملی که اینقدر بیماری های مصری زیاد هست، آنفولانزا و سرماخوردگی اینا، همین هندشیکه. حالا به دوستم گفتم آقا خدا پدرت بیامرزه، ممنونم که اینو فرستادی، به امید روزی که این بوس کردنم، بوس کردن خودیا نه ها، بوس کردن مخصوصا بین مردا و اینا هم از بین بره. چی آقا؟ بعضی وقتا آدم مجبور دروغ بگه، ببین من سرما خوردم، فعلا شما نزدیک نیاید. چون بعضیا علی قشنگ نوشت سوربی جان، زمان همه چیز رو حل میکنه، باید یه مقداری صبور باشیم و بذاریم این سنت ها و این آداب یواش یواش از بین ما برن و میبینی که همین جوری شده. میگه که حد میزنم روزنامه نگار مورد نظر آقای به سین باشه. نه عجب زبلی هستی تو، میگم خبرنگاری ها، امیدوارم تو مثل این نباشی. ایشون توی ویدیوهاشون جوری ادعا میکردن که مایک والاس ایران هستن. نه اشتباه کرد، ایشون باید بگه من آلکاپون آمریکا هستم. آلکاپون دزد، کسی که کلا سر مردم میذاشت، جنایتکار، و ایشون اونه. بله درست گفتی شما، درست حد زدی. بازم میگم جای شما تو تلویزیون مردم خالیه. و اما جناب آقای سوربی سلام، خسته نباشی. الان از نماز عید فطر برگشتم. قبول داری یا نداری، به هر حال عید فطر بر شما و افراد خانواده و همه بینندگان شما با هر بینشی که نسبت به عید فطر دارن مبارک باشه. آقا من آرزو میکنم هر روز مسلمونا عید باشه، چون مردیم از بس اینا زدن تو سر خودشون شمشیر، خنجر، دشنه، فلان اینا. چرا من قبول نداشته باشم؟ حالا اون عید قربون هم یه جوری بیارینش تو قرن 21، این برها و اینا رو تو خاک و خون و اینا نکشین، یه جای سالم بکشین، بعدم مهمونی راه نندازین برای فامیلاتون، بدین به 4 نفر که وضعشون خوب نیست. عید قربون داشته باشید، عید فطر داشته باشید، عید بعثت داشته باشید، چرا نه؟ من به شما تبریک میگم. قبول داری یا نداری، فلان پولها رو خرج کردی یا کراوات خریدی یا دستگاه جدید خریدی که میشه 20 تا 20 تا بهش دوربین وصل کنی. مدینه گفتی و کردی کبابه، به خاطر اون بدقولیه. بگمش دوست بد، بگمش رفیق بیمعرفت، بگم چی؟ نه کراوات خیلی قدیمیه، تو ویدیوهای قدیمی من میبینی، ولی گاهی وقتی میرم میبینم یه سری کراواتا رو زود میزنم، ولی یه سری کراوات اون پشت میمونه، مجبور میشم بیام باید یه چیزی بخرم این کراواتا برقی اینجوری عوض کنه. و در صورت ممنونم، نه من پولا رو خرج کامپیوتر کردم، قربونش برم. اینجا این کردیت کارت پلاستیکو میدی، بعد میگی اوکی حالا من مثلا 60 ماهه قسط اینو میدم. این روزا هم بهت میگن نو اینترست، امیدشون اینه که تو به موقع پرداخت نکنی، بیان یقتو بگیرن، هم اینترست ازت بگیرن، هم لیت فی و فلان بیسار اینا. در صورت تا حالا قصر در رفتیم، البته میگن کلمه قصر در رفتن هم مثال خوبی نیست. میگی که اینقدر پول خرج نکن، یکم پسنداز کن واسه یه روز مبادا. چشم، من تا به امروز جز حرف حق نگفتم، هرچه هم میگم و مینویسم با دلیل یا مدرک و سند بوده، هست و انشالله خواهد بود، ولی به هر حال هر کس من
به او دینی دارم که انشالله حق خودشون رو حلال کنم. روز یک شنبه آینده هم قرار شده تظاهرات حمایت از غزه خواهیم داشت در لاس وگاس نوادا روبروی فدرال کورت بیلدینگ لاس وگاس. یک شنبه سوم آگست 2014 میلادی، شما نوشتی 2004 میلادی، 10 سال ملت باید برن عقب. 2014 میلادی از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، بسیار وقت خوبی رو گذاشتی، موقعی هست که هوا نسبتاً به طرف سردی میره، مخصوصاً تو اون کویر لاس وگاس. ضمناً حرفایی که راجع به دین به دیدن ماه گفتی قبلاً رفسنجانی گفته بود، باور نداری لینکش رو واسات بفرستم، ولی حرفی درستی گفتی. امیدوارم توی مردم تیوی تواب نداشته باشی، اگرچه راست میگی که همه باید فرصت داشته باشن، ولی لطفاً نه به توابین و خائنین. آقای دکتر حسین مختار زیبایی، حقوقدان در علوم قضایی. ممنونم از شما آقای مختار زیبایی عزیز. ببین دوست عزیز، من اتفاقاً با اون خانم که اون روز زنگ زدم راجع به اون خبرنگار دوست داشت صحبت میکرد، گفتم من اینجا نشستم، یکی زنگ میزنه میگه من برنامه میخوام. اگه شما فکر میکنی میتونی یه همچین سیستمی رو داشته باشی که من بهت بگم آقای ایکس میخواد بیاد صحبت کنه، شما سابقه شو در بیاری، اینا بگین آقای نیاری این بده، اون وقت ما این کارو میکنیم. بعد خود شما نمیگی ای بابا این تلویزیونه یه تلویزیون آزاد بود، اینم که وزارت ارشاد و وزارت سواک و فرهنگ و فلان چی بود، اون فرهنگ خوب بود، اینا همه اینا بد کرده بودن، اینا رو آوردن تو، بذارید بیان بگن. همون جوری که شما تشخیص میدی دیگران هم تشخیص میدن. من نمیخوام خدایی نکرده به شما زخم زبون بزنم، ولی ببین دلیل این که دیگران حتی بهتر از شما تشخیص میدن اینه که شما رفتی عمرتو جونتو رو گذاشتی پای مجاهدین، ولی دیگران نیومدن گفتن آقا این چیزی که داره میگه درست نیست. با هم صحبت میکنیم، شما هم قرار هست که بیای صحبت کنی. خانا نیست. ممنونم علی جان. حالا همون خانا نبودنش، ببین چقدر اون صفحه آقای چیزو میگی حبیب سعیدی رو خیلی طولانیه، من برات میخوام اصلا اونو میفرسم شما بخونش، یه پتیشنی هم هست و اینها، اونو بعد از برنامه برات میفرسم. در صورت ممنونم ازت. دوستان عزیز ساعت 3:26 دقیقه است. اگر شما هم برنامه هایی رو جایی سراغ دارید که برنامه های خوبی هست و دوست دارید که اونها هم از تلویزیون مردم پخش بشن، یا به من بگید با اونها تماس میگیرم، یا به اونها بگید و اونها لطف کنن با ما تماس بگیرن، به اصطلاح تا امیدوار باشیم اونها هم بیان اینجا و با هم باشیم. این هم برای دوست عزیزمون علی شیرازی، همین الان برای شما فرستادم. شما ببین این صفحه فیسبوک، البته تو فیسبوک یه کاری انجام میده، مهم نیست که شما چقدر طولانی بنویسی، اون اوتوماتیکلی کوچیکش میکنه، دو سه تا خطشو بیشتر نمیذاره، بعد مینویسه اگر میخوان ادامه نوشته اینجا کلیک میکنید و میخونید. ممنونم که این ایمیل شما باعث شد که من این توضیح رو هم بدم. آقای رضا کحلیلی معرف حضورتون هستن، ایشون شخصی هست که ادعا میکنه جاسوس CIA بوده در پاسداران، در سپاه پاسداران، و نمیدونم جاسوس دو طرفه بوده، جاسوس اونا هم بوده در CIA یا نه. یه وقت اگه بشه بازم باهاشون صحبت میکنیم، دو بار سه بار باهاشون مصاحبه کردیم. ایشون شخصی هست که صورت چی میپوشونه، عینک میزنه، کلا میزنه و میخواد مخفی باشه. خداییش من نمیدونم از کی میخواد مخفی باشه، چون همون آقایی که توی وزارت اطلاعات کار کرده، ایشون نصف بیشتری زندگی شما رو برای من گفت، و وقتی اون انقدر بی معرفته که برای من اینو گفته، دیگه ببین برای دیگران چقدر گفته. و اینم این ماجرا، میگه که یک جنرال ایرانی، اجازه بدید براتون از دیلی کالر این رو بیارم. دیلی کالر متاسفانه این تبلیغ مبلیغاش یک کمی اعصاب آدم رو خرد میکنه، تا میخوای نگاه کنی یه دفعه تبلیغ پاپ میکنه و یه جورای قاطیه، ای کاش تبلیغا رو جدا میذاشته. نوشته که ایران جنرال گفته که we will hunt down Israel's house to house، گفته که ما اسرائیل رو خونه به خونه میریم داغون میکنیم. خب ببین دوست عزیز، من بارها اینجا گفتم اسرائیل وقتی میخواست عراق رو بزنه، آیا آمد از دو هفته پیش
وقتی میخواست لیبی رو بزنه، وقتی میخواست لبنان رو بزنه، وقتی میخواست کشورهای دیگر رو بزنه، آیا آمد دو سال سه سال هی پوز داد و دروغ گفت و گفت میان میزنیم؟ نه، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم گفتن اون قسمت عراق رو زد، اون قسمت لیبی رو زد، اون قسمت اون رو زد. معروف بوده اونی که میخواد یک کاری انجام بده حرفشو نمیزنه، برای ضرب المثل داریم، میگن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. این که اون یکی احمدی نژاد احمق میاد میگه که ما اسرائیل از صفحه زمان از فلان میکنیم، که میگه بعد میگه من نگفتم. خامنه ای جدیدن میگه باید از بین بره. این یکی، اینا یک گوساله هستن توی یک چی بگم توی یک طویله. چه انتظاری داری؟ یکشون از اونجا بگه با، اونم میگه با، اونم میگه با، اونم میگه با. اگر دستگاه داشته باشی تو مغزشون سوال کنی بگی تو چرا میگی با، میگه من نمیدونم چرا گفتم با، اون یکی گفت با، من فکر کردم حالا مادرش میاد شیر بهش میده منم گفتم با. اینجوریه. شما آقای کحلیلی، شما به من بگو آیا آمریکایی که رفتی براش جاسوسی کردی زندگی تو اینجوری به خطر انداختی که الان باید کلا بذاری سرت، عینک بذاری، ماسک بزنی؟ آیا اینا به شما حقیقت گفتن؟ آیا اینا به مردم آمریکا حقیقت میگن؟ یه دوستی برای من گفت، آقا یه دکتری که قبلا اینجا برنامه داشته، این خیلی دیگه خصومت داره در رابطه با آمریکا و آمریکا جای خوبیه، به من و شما مسکن داده، اجازه زندگی داده، فرصت داده، آزادی داده. گفتم آره من با شما موافقم، ولی خدای نکرده یه وقت شما هم مثل طرفداران پادشاهی به ما نگید که آقا اینجا هم خفه بشیم و ساکت باشیم و اینجوری. نه خدای نکرده، ما اتفاقا چون آمریکا رو دوست داریم، و برید برنامه های منو ببینید، من بارها گفتم This is the best country on the world، یعنی globe، یعنی رو کره زمین این بهترین کشوره. حالا یه جای دیگه مریخی، مارسی، چی میگن، مریخی، ماهی، یه جای ماه که نیست رفتن نگاه کردن، یه جای دیگه باشه که کشوری، من نمیدونم. خب امروز باز همین دوستمون خبری فرستاد که انگلستان میخواد به اشتباه خودش درباره کودتای 28 مرداد اقرار کنه و بگه. مهم نیست، هر چی اینا میخوان بگن، دوستانی مثل شهلا خانم، نیه خانم، طرفدار اونا قبول نمیکنن. من و شما هم که میدونیم اینجوری بوده، برامون فرقی نمیکنه. ولی آقای تیمسار آریانپور اینو قشنگ تعریف کرد. مینویسه که ظاهرا به نظر میرسد که انگلیس به اشتباه خود پی برده است، ولی به نظر من انگلیس برای حفظ منافع آینده خود از ایران تصمیم گرفته است دوباره وارد ایران شده و از مزدوران همیشگی خود و یا فرزندان و نواهای خودفروش آنها دوباره بهره برداری کند. من فکر میکنم کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آلمان که پس از انقلاب تا آنجا که توانستند زیر قول خود زده و قراردادهای انرژی اتمی را یک طرفه خونسا کرده و ادعای خسارت هم کردند و از پولهای ذخیره مردم ایران در خارج جریمه دریافت کردند، نباید دوباره پایشان به کشور ما باز شود. به همان گونه کشور آمریکا که 3 فروند زیر دریایی و 4 فروند رزمناو ایران را که تمام پولهایش را از قبل دریافت کرده بودند و حاضر نشدند آن ناوها را به ایران بدهند، در همین لیست گنجانده شوند. ضمناً چه دلیلی دارد که کشورهای ابرقدرت اعضای سفارتخانه‌هایشان در ایران از 200 یا 300 نفر بیشتر باشند؟ مگر کشور حبشه و یا سومالی در سفارتخانه‌های خود در ایران چند نفر عضو دارند؟ چرا همه کشورها تعداد کارمندان سفارتشان نباید به حداقل برسد و چرا سازمان‌های جاسوسی خارجی باید رسماً در سفارتخانه‌های خود در ایران نماینده رسمی داشته باشند؟ این کشورها به هر دلیل پدر کشور ما را در این 36 سال گذشته درآوردند. توی پرانتز نوشتن بگذاریم که در 200 سال گذشته چه ها که نکردند و چه بلاهایی به سرمان نیاوردند. بهتر است دورشان را خط کشیده و سعی کنیم چون هندوستان، کره جنوبی و اندونزی خودکفا شده و روی پای خود بایستیم، ابرقدرت ها جز خرابکاری
چه کار مفیدی به حال کشورمان انجام دادن جز چپاول و استفاده از ما خودفروشان ایرانی نوکر سفر. امیر هوشنگ آریانپور. من از شما بسیار ممنونم، ممنون از اینکه به من اجازه دادید که این رو در برنامه هم بخونم. و اما دوستان، سازمان نیاک رو میشناسید آقای فانی عزیز؟ من هنوز منتظرم که شما به من بگید شما چه سازمانی رو قبول دارید. به خانم نیر گفتم که شما که به من راجع به نیاک میگید شما چه سازمانی رو قبول دارید. ایشون خیلی قشنگ نوشت که من شناختی ندارم از اینها، به همین دلیل هیچ کدومشون رو قبول ندارم. نیاک National Iranian American Council، یعنی شورای ملی ایرانیان آمریکایی یا آمریکایی ایرانی، از سپتامبر 27، از 27 سپتامبر تا 29 یه برنامه ای رو داره. اینا هر ساله لیدرشپ کانفرنس دارن، برنامه‌های بسیار قشنگ مرتب میگیرن، سخنرانای خوبی رو هم میارن، بعضی وقتا حتی مثلا ماز جبرانی کمدین اینا رو میارن که یک روح و حال خوبی به برنامه بده. من با وجودی که معمولا شنبه شنبه ها گرفتار هستم، ولی این رو دیدم 27 سپتامبر، نمیدونم یه شنبه میشه کی میشه، خلاصه ازشون خواستم که ما هم به اصطلاح اونجا بتونیم بریم. خانم آن کری که میدونید این ایشون توی NBC بود و میان صحبت میکنن، در اون چیز هستن، کینوت و نیم سخنران اون جلسه هستن. میدونید که ایشون رفت با آقای روحانی صحبت کرد و عکسش هم اینجا دارید میبینید. ضمناً سخنرانان اون پنلیست ها رو هم اینجا داره معرفی میکنه که دکتر جول هانتر هست، کانگرسمن کیت الیسون، دکتر خانم هاله اسفندیاری، کنت ام پولک و امباسادور چارلز فریمن و خانم نادره شاملو. این شاملو نوشته ولی خب لابد سی اچ مثل شندلیه، مثل شنتلی، اینها اینجا شیخ خونده میشه. این سی اچ هم یک کرکتر خاص خودش داره، یه جا خ خونده میشه یه جا چ خونده میشه و الی آخر. فورمر اکونومیک سینیر ادوایزر ات ورلد بانک، ایشون هم مشاور بانک جهانی بودن در رابطه با اقتصاد و اینها، و اینجا میگه که register today، همین امروز ثبت نام کنید. نوشته که 75 دلار برای دانش آموزا، دانشجوها، 249 دلار early bird ticket، 50 دلار ارزون تر میخرید این رو اگه تا 15 آگست اقدام کنید. early bird اونایی هست که همون ما هست میگیم سحرخیز باش تا کام روا شوی، این اونایی که زود تصمیم میگیرن، از زود کار انجام میدن اینها، اینجا بهشون میگن early bird، مشتریانی که زودتر میان. رستوران هم دارن مخصوصا توی فلوریدا و اینها، شوخی هم میکنن میگن طرف ساعت 2 بعد از ظهر میره شام میخوره. نیاک پس شد که 27 سپتامبر تا 29، من هم سعی میکنم اونجا باشم. این 10 دقیقه ویدیو رو نشان ببینید، اینجا نشان میدهد که در آمریکا آزادی بیان وجود دارد، نفوذ اسرائیل به حدی است که تقریبا اکثر آرای کنگره آمریکا را به نفع خود در دست دارد. حتما به این ویدیو کلیپ، به این ویدیو کلیپ ارزنده توجه کنید. این ویدیو کلیپ رو من روی فیسبوک گذاشتم، سعی میکنم از بس هی میگم این ویدیو رو هم نشون میدم، بعد میشه همش باید ویدیوی دیگران نشون بدیم، هیچ کم حمایت نمیکنه که بگه آقا این 10 دلار 20 دلار این نشون بده. ولی این دوستمون چون 2-3 هفته قبل لطف کرده بود یه مبلغی رو اون موقعی که ما احتیاج داشتیم برای دستگاه جدید حمایت کرده بود، من این ویدیو رو هم ضبط میکنم میذارم در سری ویدیوهایی که بعد از برنامه خودم که یکیش مال همون دوستانمون هست، انجمن جهانی آزاداندیشان، اون پخش بشه. آقای شهافر اگه اشتباه نکنم فامیلی ایشون هست، چون با فارسی و انگلیسی وقتی می‌نویسن یک کمی نمیدونم شاهفر هست، شاهفرد هست، فکر کنم شهافر
هست. حالا اگر فرصتی بشه با ایشون هم یه صحبت میکنم، در صورت ممنونم و این ویدیو رو هم نشون میدم. من برای ایشون نوشتم که ببینید اینا خیلی واردن، اینا به من و شما میگن آقا میخوای داد بزنی؟ بیا اینجا داد بزن. میگنن توی اتاق درم میبندن، این درم صدا نمیره جایی، میگن هر چی میخوای داد بزن. داد که زدی درو باز میکنن، میگن بازم میخوای داد بزنی؟ میگن آقا خستم شد. میگن خب برو خونه بگی بخواب. ببین شما یه پولی میدی، یه بالرومی کرایه میکنی $1000 $2000 $300 $200، چند نفر رو دعوت میکنی، برای اونام یکی نوشابه میدی، حالا یا بعدم ازشون پول میگیری $10 $20 $30. اینا میان اینجا مثل محفل خصوصی، مثل مهمونی، هر حرفی دلشون میخواد با این باور که آمریکا آزاده میزنن. بعدم پا میشن میرن خوناش. ای کاش شاه، آقای بهارلو یه چیزی نوشته که شاه خیلی میفهمید. آقای بهارلو قربونت برم، من با شما دو بار مصاحبه کردم، دوستان گفتن شما خیلی شاه اللهی هستی اینا، قبول، ولی قربونت برم خدا هم اینجوری که شما تعریف کردی نیست. و این چی بوده که اینقدر میفهمیده خبر نداشته پشت در اتاقش چه خبره؟ نکنم چی دوست نازنی، وضعت خوب بوده تو دوره شاه، بابات خان بوده، پولدار بوده، نوش جونه، اومدی آمریکا زندگی کردی نوش جونه، 30 سال تو وایس اف آمریکا مقام داشتی نوش جونه، تو مهمونی ها میری احترامت میذارن نوش جونه. ولی عزیز من شاه اینقدر میفهمید و ما ناسپاسی کردیم، شما هم شدی اون خواننده کی بود بیچاره ما هستی شعری داده بودن بهش. نکنید آخه، برای ملت احترام قائل بشید، این ملت هستن که به شما احترام میذارن. ولی اگه برمیگشتی شاه که به شما احترام نمیذاشت، شاه به شما مثل خبرنگارای دیگه رفتار میکرد. اینو خانم نهضت یحیوی یحیایی برای من فرستاد، نوشتم ای بابا عجب عجب ملتی هستیم، اینا ژورنالیستای ما هستن؟ ما امیدمون به آقای بهارلو بوده واقعا که. حالا نمیدونم نوشته بود ای بهارلو، احتمالا همون احمد رضا بهارلو هست، دوست و همشهری عزیزمون. ولی آدم شاخ در میاره. خب بابا شما وقتی میگی این خیلی میفهمید، یعنی بچه شما نمیفهمه. در صورت که بچه شما الان خندش میگیره به این کارهایی که اینا کردن با تیمساراشون، با مشاوراشون، با وزیراشون. مملکت رو دو دستی دادن دست آخوندا، آخوندا رو حقوق دادن. یه خانواده، یه کارگری 4 تا بچه داشت، 4 تا بچهش باید میرفت سربازی، آخوند گردن کلفت مفتخور که با پول مردم رفته بود طلب چی میگن حوزه علمیه قم سربازی نباید میرفت. اون وقت شما میگی شاه خیلی میفهمید، ما بهش بدهکاریم، حالا ما بریم سر قبرستون ازش عذرخواهی کنیم. واقعا خجالت آوره، عذر میخوام این حرفو میزنم، ولی آقای بهارلو واقعا خجالت آوره. شما چیز هستید دیگه، الان فکر کنم نوه هم دارید، نکنید آقا. بیاین بشینید در رابطه با جریانات روز نظرتونو بنویسید، مردم هم دوست دارن شما رو، میخونن، دنبال میکنن. خبرنامه ای رو بخونیم براتون، ببینیم در ایران چه گذشته و چه میگذرد. تولد نوزاد معتاد کنار اتوبان. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگار و وبنگاران زن. اشتهای سیری ناپذیر ایران در مصرف دارو. واکنش محمد حسن آسفری یا آسفری به کاریکاتور روزنامه آرمان در باره غزه. مجله سلاید ایران اسرائیل را به دام انداخت. زندانیان سیاسی، متجاوزان و قاتلان عفو نشوند. زندانیان سیاسی و همراه سارقان، قاچاقچیان، قاتلان، متجاوزان، اختلاسگران، اسید پاشان، آدم ربایان و فاسدان به مناسبت عید فطر مشمول عفو علی خامنه‌ای نشدند. آقای خامنه‌ای روز 4 مرداد به درخواست صادق لاریجانی، خب اینا وقتی چیزه، اون وقتا هم 4 آبان یه سری زندانی‌ها رو آزاد می‌کردن اینها. اینجا فکر کنم مخصوصا کانادا، کالیفرنیا به خاطر تعداد زیاد زندانیا و نبود فسیلیتی امکانات، یه سری زندانیا رو همینجوری آزاد میکنن و اینها، و چه دردسرایی هم بعد میاره. حالا نمیدونم، ولی از طرفی میبینیم تو ایران یه عده رو به خاطر بدهکاری کردن زندان. آقایی که بدهکاره وقتی که آزاده نمیتونه خرج خونش در بیاره، شما اینو میندازی زندان، خانوادهش چی میشه؟
خانوادهش دزد میشه، قاتل میشه، جیب بر میشه. نمیدونم واقعا خدا کنه یه وضعی پیش بیاد که این دوستمون نوشته بود و توی ویدیوهاش هم میگه که یه روزی بیاد که خداشناسان غیر مذهبی بشن مسئول، چون هر جا میریم میبینیم اینایی که مذهبی هن و مسئولن اینجور. شما الان ببین این نتانیاهو چه کرده دیگه بابا، صدای یو ان و صدای آمریکایی‌ها و صدای اسرائیلی‌ها هم در اومده. اون روز من مصاحبه‌ای داشتم با آقای بابک اسحاقی، برید ببینید، میگه این کاری که اینا کردن برای خود اسرائیل هم سود نداشته، چون الان تو ما توی محافل بین المللی محکوم شدیم. البته اسرائیل کر نمیکنه، گفتم قربونه دارم اسرائیل اصلا محل نمیذاره، براش مهم نیست که قطعنامه های شورای ملی رو زیر پا بذاره، آتیش بزنه، لگد بزنه، اون کار خودشو میکنه. اینم از این ماجرا. بریتانیا آماده عذرخواهی برای کودتای 28 مرداد به شرط اقدام مشابه ایران. وقتی میگیم به شرط اقدام مشابه، یعنی ایران هم یه کاری کرده اونم باید عذرخواهی کنه. ولی چیزی که میخونیم مثل این که همون آقای آریانپور درست گفت، اینا چشم طمعشون و چشم انتظارشون به این هست که اقتصادی امورای مالی و درآمدی و اینها درست بشه. و اما یک گفته هست از جان اف کندی که میگن اینو گفته که بعدش به اصطلاح کشتنشو سرشو کردن زیر آب. البته میدونید که وقتی یک کسی میمیره، حالا بعضیا هر کسی هر چیزی دوست داره بگه، میگه اینو فلانی گفت، اینو نمیدونم فردوسی گفت، اینو حافظ گفت، اینو اون گفت و الی آخر. اینجا نوشته که وقتی که من مردم و از بین رفت، یه روزی بعد از مرگ من فرا میرسه که شما به خاطر بیارید که اینو من گفتم که باید we should have stopped the nuclear program، این پروگرام های اتمی اسرائیل رو ما باید به اصطلاح استاپ کنیم، نگه داریم و abolish the federal reserve. federal reserve این همینه که بانکی که من و شما میریم پول میذاریم، میگه شما اینجا پولت اینشور هست با فدرال ریزرو و اینها، اون هست، میگه اونم باید از بین بره. و and kicked all این چیزای مخفی، میدونید سازمان های مخفی هست، مثل همون، البته مخفی نیست، مثلا فراماسون ها مخفی نیستن، ولی این میگه سیکرت سوسایتی ها، قربونت برم شما ها خودتون از توی این سیکرت سوسایتی ها اومدید رئیس جمهور شدید. شمایی که اهل ایرلند بودی یا اومدی اینجا و اینا، وقتی میری نگاه میکنی میبینی هم با آقای جورج بوش هم با آقای جان کنیدی اینا، شما ها همه تون جز و عضو این سیکرت سوسایتی ها بودید و هستید و الا هیچ وقت رئیس جمهور نمیشدید. من فکر میکنم این گفته رو علکی چسبوندن به این، بعدم نوشتن به این خاطر بود که کشته شد. در اصل من نمیدونم. دوستان عزیز ساعت 3:46 است، اجازه بدید ما بریم براتون اون فیلم رو پخش کنم، یه سری هم آگهی ها رو پخش کنیم، بعد میریم با آقای اجلالی. دوستان تلویزیون مردم همین جوری که آقای اجلالی میاد نظرشو میگه و ما میشینیم گوش میدیم، بهائی میاد نظرشو میگه ما گوش میدیم، مسیحی آمده و میتونه بیاد و ما گوش میدیم، بهائی کلیمی هر کسی میاد، شما هم حق داری بیای صحبت کنی. من نمیدونم اینو از این ساده تر به چه زبانی برای شما توضیح بدم. همینجا از شما ممنونم که با این همه مشکلاتی که تلویزیون مردم داره باز هم با ما بودید و هستید، امیدوارم باز هم با ما باشید. ازتون خواهش میکنم همونجوری که اون وبسایت میگه برای نشون دادن علاقتون و موافقتتون با ما $1 بدید، حالا بعد فکری هم نیست، $1 بدید، از این برم به یک نفر تلویزیون مردم رو معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.